با سلام آرزو هستم از پادکده آرزو. امروز هم رسیدم خدمت شما همراه های همیشگی خودم، دوستداران و طرفداران پادکده آرزو، با یک فال قهوه کلی پیرامون، فال قهوه ماهای سال از فروردین ماه عزیزم به اسفند ماهی نازنینا. و در این طور اگه پاسخ نیتتون رو در طول فال نگرفته بودین و هر آنچه که نقش بنده خدمتتون عرض میکنم، امیدوارم که اون چی که خواسته قلبیتونه توی این نقش ببنده و من خدمتتون بگم. باز هم میگم، بارها گفتم، باز هم میگم و شاید که نقطعا به دفعات دیگه هم تکرار میکنم، چون دوستانه جدید به جامعه میپیوندم و خیلی وقتم میگم خدمتشون. عزیزای من، این فال جنبه یه کلی داره. بعضیا میگن چرا برای ما کم میگی، چرا برای ما بیشتر میگی، چرا برای این نشد، چرا اون شد. تو هر فالیا، دوستای عزیز من، این فال کلی شماست، نه فال شخصی شما. فال شخصی شخص شما فالیه که در رابطه با فقط خودت، دایره زندگیت و شخص یا موضوعی که ذهنتو درگیر کرده پیرامون زندگی شخصی شما، خب تو طبیعتا تو فال شما نقش میبنده. اون یک فال کاملا شخصی هستش. این فال ممکنه برای شما باشه، ممکنه برای شما اصلا اتفاق نیفته. امیدوارم بهترین هاش برای شما هر متولد هر ماهی که هستی، حتی قبل و بعدش که من براتون جواب نیت میگیرم، برای تک تکتون فقط خوباش رخ بده و اتفاقات منفی اصلا نباشه و نیفته برای هیچ کس. انشاءالله لطفا نیت کنید تا مثل همیشه با نام خدای مهربون فالمون رو شروع کنید. بسم الله. خب شما به من انرژی مثبت بدین، انرژی مثبت رو به بنده انتقال بدین، منم انرژی مثبت رو از این ور دریافت کنم و به شما انتقال بدم، حس خوب رو بگیرم از شما و حس خوب رو بهتون انتقال بدم. اصلا به چیزای منفی خواهش میکنم فکر نکنید، چون من دارم براتون آرامش، احساس خوب، خبرهای خوب رو میخوام براتون بیارم، خصوصا که تمام انرژی منفی رو از اینجا دارم دور میکنم. البته که اصلا وجود نداره، ولی دور میکنم. اونایی هم که انرژی منفی تو برای خودتون گرفتین یا دارین یا هرچه، لطفا خودتون دور کنید، چون نفعی براتون نداره. خب بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو. بیم از اینجا شروع بکنیم. زیر دسته دقت کنیم، ریشه درخت، سقف و صورت خانمی رو دارم میبینم. ببینیم فال یعنی این، یعنی تصویر، تصویری که داره با شما صحبت میکنه و البته تفسیر که مهمترشه که تجربه میخواد. ببینیم ریشه شما، درخت شما، ریشه از خودی شما کسی هست که به رابطه شما، به زندگی شما، به کار شما داره حسادت میکنه. دقت کنین، خودی، نزدیک، ریشه، درخت، کسی که داره حسادت میکنه، قبطه میخوره. همچه حالتی رو دارم ببینم، ازش فاصله بگیرین لطفا. خانم یا آقایه که حالا یه جو چهره میسه خانم، یه جو چهره اخماری آقای رو دارم، برحال میتونه خانم و آقای رو نمادش رو داره به من نشان میده. کسی که تو رابطه هستین، تو زندگیتونه، باش برو بیا داری، رفت آمد دارین، یا زیر سقف خونه و کار شما برو بیا داری میکنه، ولی به کار شما، به رابطتون، به زندگیتون داره حسادت میکنه. در نزدیکی شما این اتفاق رخ داده یا رخ خواهد داد، متوجه به زودی خواهین شد اگه نشدی. خب از این ور یه دیدار ملاقات احساسی افتاده، امیدوارم که با قشنگی ببینین. خانم و آقایی که در مقابل همدیگه میستین، رو به روی همدیگه، ولی این دیدار ملاقات، هر دیدار ملاقات احساسی هست، ببینین افرادی خانم آقایی روی ارتباط شما نظارت دارن. مثل دیدار ملاقاتی دارین با همدیگه انجام میدین، یه مثل حالا برای آشنایی، برای آشنایی بیشتره، برای مسئله احساسی ازدواجیه، هرچستش یه خانم آقایی رو مثبت روشن دارم میبینم که بالای سر شما هستم. میبینین آقا خانم و آقا و خانمی که بالای سر شما نظارت دارن، مثبت روشن، نه که بخوان کاری تو خلالی تو کارتون، تو ارتباطتون به وجود بیارن و نه، انگار داریم با هم صحبت بکنیم برای امر خیر، برای آشنایی خوب. خانواده هم تو جریانن، یه همچون چیزی، یا یه دوستی که خانواده ها در جریان هستن. و بیایم این ور تا چقدر تصویر و این ور دارم براتون. خب بازم دارم براتون دیدار و ملاقات دارم میبینم، ولی ببینین دیدار و ملاقاتی که ببینین، چشم رو نگاه کنین، مردمکش رو میبینین،
ببینید چش مردمک راه دلی افتاده. شخصی که ببینید خودش حالا یا زندگی ناکام داره یا از یک با کسی در ارتباطه که حس خوب روی سرش هستش ولی نمیگیره. منفی گذر روی سرش افتاده. ولی ببینید چشم داره به شخصی، آقایی که همسر داری یا آقایی که با شخصی در ارتباطی، شخصی که خودش به کسی متعهده، حالا دوستی یا زندگی، ولی به آقایی که همسر داره و یا با شخصی حالا دوستی تعهد داره، داره بهت چشم داره. حواستون رو داشته جمع بکنی به کسایی که باهاش مراوده دارین، ارتباط دارین، همکارین، دوستین، خانوادگی، دیدارا، ملاقاتایی که توی جمع هست، یکی به همسر شما نگاه داره میکنه. حالا من اینجور دارم بیارم. البته که این خانمم دارم به این آقا دارم میبینم توجه میکنه. خب البته که ببینی روی سر آقایی که قرار گرفت و خانمی که روی سر آقایی هستی و به آقایی که داری توجه داری میکنی یا چشم داری به هم دیگه، خانمی هم که سرش کشیده داری میاره به سمت این، یعنی کشش داره به سمت این خانم و روی سر آقایی قرار گرفته که خیلی با تو زندگی باهاش رو راست نیست. بازم میگم این توجیه منطقی نیست، ولی به هر حال عدم صداقت خانمی آقایی این کشش رو داره ایجاد میکنه. یعنی که نه اصلا هر چی دیگه، هر کی داره کار خودش رو انجام میده، اینم میتونه معنی بده. خب یه نره قشنگ براتون افتاد، یه خوششانسی، یک برد، یک موفقیت دارم براتون میبینم انشالله که به زودی نصیبتون میشه. مرتبط به هر تصمیمی که گرفتین یک خوششانسی، یک برد براتون دارم میبینم. خانومی خوشگل، خوش نا، قشنگ، زیباروی دارم میبینم، ولی بالای سر یه قلب غمگین افتاده، مرتبط به راه دلی احساسی و آقای جوانی که چشم دوخته بهتون، مرتبط به راه دلی احساسی، یا با هم میخواین دوست بشین قلب افتاده، یا اینکه میخوای با هم یک رابطه رو آغاز بکنی، آقایی که از چشم برنمیداره، خانمی هم که لبت خندان دارم میبینم، یا مرتبط با راه دلی یا احساسی که به ازدواج میخواد منتهی بشه، بینتون یک کوچولو فاصله افتاده، خانمی جوان، آقایی جوان، یا خانم آقایی که قصد ازدواج دارین، راه دلی، قلب، ازدواج، البته آقایی که از چشم بر نمیداره، ازدواجی که برای سر میگیره. اینجا یه صندوق قفلی باز میبینم. این آقا یه گرفتاری مشکل داشته ولی باز شده و به زودی به سمت حرکت میکنه برای دوستی، ازدواج و محرمیت. ازدواج صحبت دارم میکنم، یا میاد صحبت میکنه با خانوادهاتون، برای خانواده که با همدیگه بابا آشناییتون بیشتر آغاز بشه. یه ترازو براتون افتاده، ترازوی که به کمتر از یک وعده، یه تلفن، یه وعده و یه ترازویی که براتون راهش باز بشه، یه گشایش مرتبط به راه دادگاهی قانونی مثبت و روشن، به کمتر از یک وعده، یک زنگ و تماسی که شما رو خوشحال خواهد کرد. این از این. اما بریم برای ماهای سال. آهان، یه چهاردیواری روشن هم اینجا دارم براتون میبینم. چشم مختیم به یه چهاردیواری روشن. قصد جابجایی خونه دارین، قصد رفتن به یه خونه جدید دارین، حالا خرید، فروش، معامله، قرارداد ببندین، یا نمیدونم، چهاردیواری که براتون روشن ببینم، کار، خونه، نقل مکان به خونه جدید، نقل مکان به کار جدید، هر چهاردیواری که میخواییم به چشم مختیم به این چهاردیواری، این اتفاق روشن براتون رو خواهد داد و به روشنایی هم هست. هر جایی که میرین، خونه، خونه خوشیامه، خونه بخت، خونه خوبیه انشالله. کار پررزق و روزی و روشنیه، شاید درآمد خیلی خوبیه، شاید چشم مختین که اوضاع احوال خونه و زندگی و کاریتون رو به راه بشه، میشه این اتفاق قشنگ به زودی براتون رو خواهد داد. چهاردیواری روشن. خب بریم برای ماهای سال. آماده این؟ فروردین ماهی های عزیزم تا اسفند ماهی های بزرگوار نازنین، دوستانی که فقط میگن فال ماه به ماه، بازم تاکید میکنم هر ماه جذابیت خودش رو داره. حالا اگه بعضن دوستان کم لطفی میکنی و بعضی از فالها رو ملاحظه نمی کنین و خستگی رو به تن من میگذارین، علیرغم اینکه دوست دارم شما از فالها لذت ببرین و فقط میگه ماه به ماه، همچین چیزی امکان پذیر نیست. چون ممکنه توی شرطی باشه که اصلا یه هفته اصلا ماه به ماهی نباشه. بس لطفا همه فالها رو نگاه کنید، همه با عشق علاقه برای شما داره آماده میشه. بریم برای فروردین ماهی عزیزتر از جان. اینجا بازم هست، بریم بریزیم که کم نیاریم تو ماها.
خب بریم. برای فروردین ماهی های عزیزم، بسم الله الرحمن الرحیم. برای فروردین ماهی های گل، با اعتماد به نفسی که داری، حالا من نمیدونم هرچستش که همچین با اقتدار دارم میبینم، یا قدرت داری یا اقتدار داری یا اعتماد به نفس داری، هرچستش به زودی شاهد یک موفقیت هستی. این موفقیت میتونه مرتبط با راه دلی باشه، جلوت قلب افتاده، میتونه مرتبط به این صندلی باشه که روش نشستی، کارت، کسب و کارت، ورود به بازار کاری که قلبا شادت میکنه، تو موقعیت کاری که الان قرار گرفتی قدرتت بیشتر میشه، درآمدت بیشتر میشه، به سر عزت قلبت میشه. به هر حال یه چیزی که داری نشون میده از اقتدار، قدرت یا اعتماد به نفست که باعث همچین اتفاقایی میشه. نداری داشته باشه، همچین اتفاقاتی برات رخ خواهد داد. تغییرات مثبت براتون دارم میبینم، تغییرات مثبتی که حالا مرتبط با خونتونه، سقف افتاده، مرتبط با کارت، خونه و خانوادگیتونه، خوشحال هستش، روشن، خوشحالی برای خونه و خانواده، خوشحالی برای کارتون، همچی چیزی براتون افتاده. ببینین یه راه دلی کوچولو خوشگلی میبینین، راه دلی احساسی که داری میری بیرون برای یک ازدواج، برای یک محرمیت، برای یک ازدواج، از دل زندگیتون به روشنایی خروج خواهید کرد. پس از خونه میرین بیرون. حالا این بیرون رفتن، چون لب این قلب دارم ببینم، میتونه حتی از برین توی شهر دیگه، برین توی کشور دیگه هم حتی معنی پیدا بکنه. پس برای یک ازدواج، برای یک راه دلی که داره به ازدواج منتهی میشه، شما ممکنه حتی از یک مرز هم گذر بکنی، یا که نه، خونه و زندگیتون دارین میرین بیرون. قلب به چه قشنگی براتون دارم میبینم، پس ازدواج براتون افتاده، باز هم براتون ازدواج میبینم، هم برای مجردین که روشن سایه روشن افتاده، هم برای دوستانی که یه گذشته دارن، یه حاله براتون افتاده، ازدواجی که قبلا داشتین، گذشته دار، بیوه، خانمای بیوه یا آقایون بیوه، یا آقایون مطلقه یا خانمای مطلقه. اگه میگم آقایون بیوه، به هر حال همسر از دست داده، توی جون دارم همچین چیزی هم میبینه. برای این دوستان هم ازدواج با محرمیت افتاده، موفقیت براتون افتاده، گفتم تو صف کاری، تو زمینه کاری براتون دارم میبینم. چشم بسته کاری رو میخواین انجام بدی، یا مرتبط به یک کار، ببینین روی صندلی کار، ولی چشمتون رو بستی، چشم بسته کاری رو انجام ندی، یا نمیدونین که آیا این کاری که دارین انجام میدین، مرتبط با کاری که میخواین، هدفی که دارین، حرکت کاری که میخواین انجام بدین، در موردش تحقیق کنین. حالا مرتبط با کاری که الان توش هستین، یا برای کار، برای پیشرفت کارتون، یا مرتبط با کار چشم بسته قدمی بر ندارین. حالا این کار هر کاری میتونه باشه، مرتبط با هر حرکتی که میخواین بردارین، چشم بسته انگار نقاب زدی، فقط مردمه که چشمتون بیرونه، دقت کنی، چشم بسته حرکتی رو لطفا انجام ندین. راه و مسیر براتون روشن افتاده، انشالله در راه و مسیر که دارین قدم برمیداری، خوشحالی قلبی نصیبتون میشه. حالا یا راه دلی و احساسی هستش، یا خوشحالی قلبی دارین، یا مرتبط با تو رابطه دلی احساسی، زندگی مشترکتون، تو رابطتون خوشحالی دارین، یا مرتبط با حرکتی که دارین انجام میدین، راهی رو که دارین، مسیری که میخوای قدم برداری، برای توی راه دلی و خوشحالی دارم ببینم. مرتبط به یک ترازو، رأی و حکم دادگاهی، ترازو، رأی و حکم دادگاهی براتون ببین که در یه قدر نصفشو که در نصفشو تقریبا روشن دارم ببینم. ممکنه الان به یه گیر، مشکل، بن‌بست، یه مسئله براتون به وجود اومده، یا تا نیمه راه رفتی ولی هنوز احساس میکنی نه، اون نتیجه دلخواه نصیبتون نشده. ناامید نشی، نیمه دیگه یا براتون دارم میبینم، یعنی هنوز جای امیدواری داره. اقدام کنی، تلاشتون رو ول نکنی، یا ناامید لطفا نشین. خب یه پول افتاده، مرتبط با یک سقف، مالی به دستتون میرسه و این پول نمیدونم چیه و هر جا، از هر جا، یا به خونتون، یا به کسب و کارتون، یا افزایش مالتون هستش، هر جا که هست براتون به دستتون میرسه، باعث خوشحالی میشه. یه پول روشن دارم براتون میبرم، حالا نتیجه تلاشتون هستش، از یک معامله، از یک خرید فروش، از هر جایی که به دستتون میرسه، مالیه که روشن، تمیز، پاک به دستتون میرسه. تلاش کردین، دارین حق و زحمتتون رو میگیرین، از قبل یک معامله و خرید و فروشی دارین شما پولی به دستتون میرسه، هر چیزیش که پولی به زندگیتون داره ورود میکنه. بازم براتون دارم ببینم، بازم پول افتاده، ولی پولی که از قبل، ببینیم، شخص قهره، اخم دارم ببینم، حالا آقای خانمی که قهر کرده و متعلق توی قضیه مالی، پولی به دستت میرسه و دل دوباره شاد میشه. ناراحتی و دلخوری داری از قبل پولی که باید بهت میدادن و ندادن، از کسی طلب داری، از کسی
حالا طلب طلبکارانه داری، همین جو وایسادی پولی رو میخوای، اخم داری میکنی که پول بهت بدن، میدن. یا که نه طلب داری و بهت پولتو نمیدن و قهر کردی، پشت کردی به کسی، این مال این پول به دستت میرسه. یه خودی اینجوری اخم نکن چون مال به دستت میرسه. حالا بعضا قهر میکنن تا اون پول به دستشون برسه و این پول به دستت خواهد رسید. بریم برای اردیبهشت ماهیای عزیزتر از جانم. اردیبهشت ماهیای نازنین، اهل حساب کتاب هستی یا نیست؟ کدومشه؟ اگر اهل حساب کتاب هستی که دقت بکن، پول میاد میره، نمیدونم چه جوری هستش، یه به هم ریختگی برات افتاده. ببینیم، ببین پول رو میبینی رو هوا، دل میفته تو کیسه شما، پول دل میاد تو کیسه شما، مال میاد ولی از اینجا داری میره. حالا یه دخل و خرجتون با هم نمیخونه، حساب کتاب یه دونه پول میاد ولی پولا داری میره، میبینی یه دونه پول ولی پولایی که از تو کیسه شما داره همینجور میره. هزینه ها زیاده، بیشتر از اون چیزی که در میارین هزینه میکنین، دخل و خرجتون با هم نمیخونه. هر چه که هست حساب کتاب دست یا اهل حساب کتاب نیستین، یعنی نمیتونین اون قدرت دخل و خرج رو با هم اون تعادل رو برقرار کنین، که البته خب نمیشه همچین کاری انجام داد، ولی به هر حال این رو داره بهتون نشون میده. تو حالا هر چه تو هر مسئله هست، پولی که داره از این ور یه دونه پول میاد، صد تا پول داره میره، یعنی یا از قبل چالش رو کردین ولی به جاهای مختلف باید این راهو هزینه بکنین، یا این پول رو باید هزینه بکنین. به هر حال همچین چیزی براتون داره میبنده. از آقای یا خانمی که تو حرفش به یه دال نون داره، حتی هی هم دارم میبرم، هی جیمی، حالا نمیدونم نقطه داره جیمه، چون یه نقطه اینجا افتاده، جیم میتونه جیم هم باشه. حروفی که دارم میگم قرار نیست حتما تو همه حروف ها تو اسم و فامیل خودتون یه شخصی باشه که ازش خبر دارین، و ممکنه تعدادی از این حروف تو اسم و فامیلتون شما یه شخص مقابلتون باشه. حالا هر کسی از هر جایی که منتظر خبر هستی یه خبر روشن براتون افتاده، چون لبتون خندان خواهد شد، یه موفقیت تحصیلی یا کاری براتون دارم ببینم، ولی نمیتونم برتایید به چیه. تو راهین راه سازی میکنین، ساخت و ساز میکنین، تو راهی دارین هزینه میکنین که براتون روشنه. حالا تو راه ساختمونه، ساختمون سازی، دیزاین، تغییر، نمیدونم، برای تو یک راه روشن دارین هزینه میکنین، یا کاریه که در راهی انجام میدین، کاری که بابتش تو دائما تو حرکتین، تو راهین، یا برای راه سازی، ساختمون سازی. شاید هم میگم ساختمون میتونه متعددون، چون ببین اینجا راه و اینجا سقف افتاده، بخاطر این دارم به سقفم اشاره میکنم، میتونه مرتبط با دیزاین ساختمون، طراحی ساختمون، ساخت و ساز ساختمون، توی این زمینه هم معنی بده. به هر حال براتون موفق، یا واردی همچین راه خواهین شد انشالله، چون قلب افتاده، خوشحالی قلبی داری از این کار، یا توی این زمینه فعالیت میکنی که براتون خوشحالی داره. اگه تو فکر تهیه تدارک یک سفر یا راهی شدن، راه، سفر، حرکت تو مسیری هستی، براتون مثبت افتاده، یا راهی میشین در راهی که براتون مثبت و روشنه. یه زندگی مشترک یا یک شراکت و کاری و کده رو دارم میبینم. اگه با کسی شراکت کاری یا زندگی مشترک داریم به مشکل میخوری و از همدیگه جدا میشه، این شراکت به شما جواب نمیده، با مشکل، حالا این مشکل کاری یا مشکل مالی، با هم سازش پیدا نمیکنی. زندگی یا شراکت کاری یا زندگی مشترک به مشکل برخواهین خود و از همدیگه جدا خواهین شد. خب حواستون جمع کنید، دماغ رو تماشا کنید، خانم یا آقایی رو دارم ببینم که دل شما الان باش راه دلیتون بسته است، شاید به خاطر اینکه ازتون مخفی کاری میکنه، شاید به خاطر اینکه داره بهتون دروغ میگه، شاید به خاطر اینکه بهتون داره اونجور خود واقعیشو بهتون نشون نمیده، یا دوست داریم باهاتون صادق باشه باهاتون صادق نیست. الانم راه دلیتون بسته است، شخصیتی که ولی به سمتتون حرکت میکنی یا ازش به نوعی خبردار خواهین شد، خبری از طرفش به گوشتون میرسه. و دیگه براتون چیزی که دارم میبینم، خب دیگه چیزی که یه جمع افتاده، حالا نمیدونم، ولی ببینین چه جمعی افتاده، یه قدر کدر دارم میبینم. البته که این یه راه دلی بسته میشه، دوره هم جمع میشین. دوره جون و اینجا هم کوزه افتاده، مرتبط با یک دوره جون انشالله که بلا ازتون دور باشه، مرتبط با یک از دست دادن عزیزی، شاید از دست دادین عزیزی رو، یا دوره جون عزیزی رو از دست میدین، انشالله که اتفاقات منفی اصلا رخ نده، ولی از این بر کوزه براتون افتاده، مالی به دستتون میرسه که خوشحالی قلبی براتون داره، یعنی یک مال از یک ارث، مال از یک همچین چیزی. شاید هم عزیزی رو از دست دادین دوره هم جمعیتون، برای همین حالا جمع شدین مرتبط با این قضیه
پولی مالی. اینجا رو ببینید، خانم یا آقایی رو دارم ببینم که دراز کشیدی ولی ذهن تو خیلی درگیر دارم ببینم. فکر هر کسی یک موضوعی، یک مسئله ذهن تو خیلی به هم ریخته، یا شخصی، چیزی، موضوعی که ذهن تو به هم ریخته. هر چیزی که از این توی حالته به هم ریختگی دارم میبرم، از این من نگاه کنیم مثل لب خنده میبرم. یعنی یه چیزی، یه موضوعی که ذهن تو الان به هم ریخته، خوشحالی داری، شاید خبر، تماس، زنگ یا اتفاق قشنگ مرتبط با اون موضوعی که الان ذهن تو شدیدن درگیر کرده، یک تغییر یا اصلا کلن داره میره، یا داری ماشین رو میفروشی کلن، یا اینکه یه ماشین ببینی، یه وسیله نقلیه روشن داره میره، یه وسیله هم شاید داری تعویض میکنی، شاید داری معاوضه میکنی، همچه حالتی براتون دارم ببرم، یا تعویض یا معاوضه یا همچه چیزی براتون نقش بسته. خب یه انگشتر خوشگلم اینجا براتون دارم میبینم به نشان محرمیت و ازدواج یا نشان کردن هم میتونه باشه، حالا همچه چیزی هم افتاده براتون. خب مثلث عشق براتون افتاده کنار زندگی و سقف، یا زیر سقف این آرامی دارین، من با شخصی در ارتباط هستین، شخصی سفونی به زندگیتون ورود کرده، مجرد متعهد فرقی نمی کنه، خانم آقاش هم فرقی نمی کنه. زیر سقف که کدر دارم ببینم، یا به واسطه این به هم ریختگی کسی به زندگیتون ورود کرده، از یک آب گلالود ماهی گرفته. زیر سقفی هم براتون دارم میبینم الان به یک مشکل برخوردین کاری، شدیداً کار، اوضاع کاریتون، ولی ببینید زیرش رو براتون نگاه کنید، یک سقفی که شدیداً درگیر هستین مرتبط به قضیه پولی، کاری، مالی، مرتبط با این قضیه، ولی یه راه روشن هم براتون افتاده، ناامید نشین، اشتباهی که مسیرتون براتون باز میشه، گشایش براتون افتاده. یه با وساطت شخصی دو نفرم که با هم دیگه قهر هستین آشتی خواهید کرد. حالا اگه حالا این دوستتون، فامیلتون، خانوادهتون هستن، هر کسیش، تو خانم آقایی که با هم دیگه پشت کردین، یه نفر این وسط بره وساطت میکنه که همتر از چهار وعده نزی شما با هم دیگه دوباره آشتی میکنی. بریم برای خرداد ماهیای عزیزتر از جان. خب خرداد ماهیای عزیز من، در نزدیکی شما، حالا هر کی که اصلا وسط دل ارتباطی، وسط زندگی، وسط تو دل کارتون، هر کسی که هست، نمیدونم کی هستش، هر کسی هست بیش از اندازه داره سرک میکشه به زندگیتون و قیافش هم مثل توتی میمونه. ببینید، یا سر از کارتون، سر از رابطتون، سر از زندگیتون میخواد در بیاره و توتی، یعنی وقت کسی نیستش که شما فکر کنی که داره قشنگ گرد و دلاتون میکنی، باش حرف میزنی، گوش میکنه، نه، سرک داره میکشه، خوب حرفای شما رو خوب داره گوش میکنه، میبره بیرون و دیگران انتقاد میده، پس دشمن به حساب بیاد. حالا این توتی که خود توتی قشنگه ها، ولی توتیه که کسی که باهاتون ارتباط تنگاتنگ داره، ولی میاد اخبارتون رو ضبط میکنه، میبره بیرون، پخش میکنه. حواستون لطفا جمع بکنید، کسی میخواست سر از کارتون در بره، ورود به بازار کار براتون افتاده، ورود به بازار کاری که تو هر زمینه که هستش نمیدونم، برمیگرده به کامپیوتر، گوشی، مجازی، یا تو این زمینه باید با کار با کامپیوتر و گوشی و مجازی و نمیدونم حالا با افراد زیاد در ارتباط هستیم، کامپیوتر، گوشی، تلفن، همچون چیزی براتون دارم ببینم، واردی همچون بازار کاری خواهی شد، یه راه روشن براتون افتاده و یه صندلی براتون افتاده، برای کاری راهی میشین، مرتبط با کارتون به راه قدم برمیدارین، برای راه روشن، برای یک موفقیت کاری در مسیر کاری وارد راهی میشین که براتون موفقیت داره، مأموریت کاری میرین، هر چانسیش که این راه، این حرکت، این قدم مرتبط با کار شما، صندلی شما، کار شما هستش و براتون بسیار روشن و مثبت دارم ببینم، در مسیر کاریتون دارین فعالیت میکنین که براتون ثمر بخشه، نتیجه بخشه، یا راه وارد یک بازار کار میشین، یه راه دلی و احساسی که منتهی به ازدواج میشه. ببینید یه چتر نجات براتون افتاده و داریم میای، ولی چتر نجاتی که موازه بتونه یه نفر از یه جایی ممکنه سقوط بکنه، این دوره جون، ولی پرت شدنه، مثل از هواپیما پرت میشین، چتر باز میشه دیگه، چتر براتون باز میشه، با سر زمین نمیخوریم، ولی یه آسیب براتون افتاده، پس مواظب باشین. حالا میتونه یه آسیب تو زمینه کاری باشه، میتونه یه آسیب تو زمینه احساسی باشه، تو زندگی باشه، یه چیزی که از یه جای یک ضربه خوردن رو داره بهتون نشون میده، ممکنه دور از جون از مالی رو از دست بدین، ولی
تمام و کمال نه، یه رابطه نه، یه زندگی تمام و کمال چیزی رو از دست میده، ولی یه آسیب، یک ضربه، یک صدمه رو میتونه بهتون معنی بده. پس جنبه هشدار داره بهتون، دعواستون لطفا جمع بکنید. خب تو زمینه ورزشی حالا نمیدونم تقلا میکنی با نمیدونم تو این زمینه فعالیت داری میکنی، هر چه هستش براتون موفقیت افتاده. یه درخت کاج دارم، یا تو این زمینه حرکت کنی، ورزش کنی، شاید بی تحرکین، حرکت ورزش براتون افتاده. خب ببینید یه درخت کاج براتون افتاده، موفقیت، ولی موفقیتی که حالا این موفقیت هست، ولی برای کسی که کسالت داره یا مریضه، ببینید یه شخصیتی که اینجا کدر دارم میارم، یه آدم منفیه که همش میگه نمیشه 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 برات موفقیت افتاده، یا مریض احوانی موفقیت سلامتی تو انشالله که به دست میاری. هرچاستش الان تو حالت کدری میبینمت، ولی به موفقیت درخت کاجی که توی شکمت افتاده، یعنی توی از حالت کدری و رخوت و سستی میارتت بیرون، مریضی سرپا میشی به امید خدا، یا اینکه آدم منفی هستی که همش میگی نمیشه ولی برات موفقیت رو دارم میبینم. متاسفانه سقفی که در شکسته میشه، خبرش هم به زودی به گوشتون میرسه و یا خبرش رو به گوش دیگران دارین میرسونی. این سقف دائما توش بحث و بگو مگو دارم میبینم. تو چهار وعده نزدیک پول به دستتون میرسه و چشم انتظار این پول هستی، یا مبلغ پولی به عدد 4، ولی من فکر میکنم از این چشم انتظاری تو 4 وعده آینده بیرون میان، یا مبلغ پولی به عدد 4 هستش که به دستتون خواهد رسید. کبوتر براتون داره خبر میاره، ولی خبر از کسب و کار پر رونقه که یا کارتون رونق میگیره یا اوضاع کارتون رو به راه میشه. کبوتری که برای کسب و کارتون داره خبر میاره، حسن یا حسین، هسینون، حسن، حسنی که حالا تو اسم فامیل خانم آقایونی که هی جیمی سی نون دارین، یا حسین، حسنه، ولی هرچه ازش یه قلب اینجا زیرش افتاده. الان از دستتون خانم یا آقایی که ناراحته، حالا تو اسم فامیل خانم یا آقایی که کدر دارم ببرمش، ناراحتت کرد یا دستش ناراحت هستی، زیرش یه قلب روشن افتاده، یه خوشحالی براتون افتاده انشالله. حالا یا تو دل زندگی تو رابطه هرچه ازش خوشحالی افتاده. صورتی آقایی رو هم داری میبینی؟ بالای سرش کرم افتاده. یکی داره برای درد سر درست میکنه. آقایون حواستون رو جمع بکنی. برای آقایون کرمی که روی سرتون. حالا با هر کسی که کار میکنین، دوستی، زندگی، نمیدونم، در ارتباط هستین، شخصیه که داره براتون ایجاد دردسر یا گرفتاری و مزاحمت میخواد ایجاد بکنه. الان روی سرتونه. خیلی هم دارین بهش بها میدین، ارزش میدین، یا باهاش خیلی جورین، دوستش دارین، هر چه که هستش، ولی براتون دردسر میشه. عواستتون لطفا جمع کنید. و دیگه چیزی که براتون نمیبینم، دیگه چیزی نمیبینم. آها، به آرامش رسیدنتون هم دارم میبینم. چرا که نمیبینم؟ برای سرتون قرب افتاده، از یک ازدواج، از یک دوستی، از هر چیزی که شما رو به آرامش میرسونه، یه قرب افتاده و یه آرامش افتاده، لم میدینه، دراز میشه، انگار که حس خوب رو از یک شخصی دارین دریافت میکنی، یا تو فکر شخصی هستین که وقتی فکرش رو میکنی حس خوب ازش میگیری، یه شخص احساسی به زندگیتون ورود میکنی که ازش احساس خوبی میگیری، دوستی یا ازدواج. این رو هم میتونه معنی بده. بریم برای دوستان تیر ماهی عزیزتر از جان. تیر ماهی گل من، یه رازی بزودی برمرد. خودت راز داری، چیزی رو در خفا داری، پس پنهون داری، کاری انجام میدی، برملا میشه عزیز دل من. یا اینکه خانم آقاش فرقی نمیکنه، یا اینکه شخصی که باهاش در ارتباطی، همکاری، دوستی، توی زندگی، هرچه، با هر کسی رازی که برملا میشه، یه شخصیت بسیار وفادار دارم ببینم که داره به زندگیتون وارد میشه، یک شخصیتی فوق العاده بهتون متعهده، شاید پیشونی نسبتا بلند یا جلوی با این نسبتا خلوتی داشته باشه، و حالا یا تحصیل کرده است که برای مطالعه حال عینک میزنه، دسته عینک هم براش دارم میبینم، یا چه عینک افتاده، حالا آفتابی طبی نمیدونم، مطالعه هم عینک میزنه، شاید هم پیشونی نسبتا خلوت، و شخصیتی بسیار وفاداریه، مرتبط به راه دلی احساسی، برای دوستی یا برای ازدواج داره بهتون خودش رو وصل میکنه، به زودی اتفاقا براتون رو خواهد داد. یکی از آرزوهای شما، رویاهای شما به زودی برآورده خواهد شد. یک موفقیت توی یک آزمون دارم براتون میبینم، چشم انتظاری به دستویی که داری بال در میاری، امتحان آزمون خبریه،
آخه یه برگه داره به دستتون میرسه، چکه، پول، مال، خبر، آزمونه، هر چکه هست ببینید داریم بال در میاریم. حالا خانمی آقایی که دستاتون رو دارم زق کردنتون رو دارم بیرون، انشالله همیشه همه تو هر ماهی که هستین انشالله همیشه شادی داشته باشین. دوستانی که الان تو مسئله مالی هستین براتون دارم میرم، مالی به دستتون میرسه که خوشحالتون میکنی، کیسه که کدر مزیقه سرش هم بسته ناراحت، یعنی غم دارین از یک تنگنای مالی و موقعیت مالی به هم خورده. خب خانم یا آقایی که ببینید سرتون نگاه کن، مغزتون نگاه کن، زیر سقفی که مشکل داری یا غم داری یا ناراحتیتون به خاطر این بچه هست. حالا بچه‌ای که تو فکر بچه هستین، تو فکر فرزندتون هستین، تو فکر بارداری هستین، تو فکر بچه دار شدن هستین، بچه‌ای داری که ذهنتون خیلی به هم ریخته و مشکل زیر سقفی که مشکل دارم براتون می‌بینم، غم دارین، ناراحتی دارین، فرزندتون رو روشن دارم می‌بینم. حالا خوشحالی از بابت بچه‌تون خواهی داشت، فکرتون و هم فکر به هم ریختتون به آرامش پیدا میکنه، یا بچه دار میشین و این آرامی سقفتون به هم بخوره تمام میشه، انشالله به آرامش میرسی. هر چیزیش برمیگرده یک بچه، فرزند، و فرزندی که روشن، موفقیت، تولد، اتفاق قشنگ، سلامتی، هر چی که برمیگرده به بچه خودتون یا فرزندتون. براتون دارم میبینم محرمیت براتون افتاده و عدد 30 به من داره میگه 30 تا 30 روز آینده، فال بدون زمانه، از زمانی که فال ملاحظه میکنه تا 30 روز آینده براتون محرمیت و ازدواج افتاده. ببینید وقتی میگم محرمیت و ازدواج، میدونم بارها تکرار کردم اما بازم میگم، شاید اینکه خانواده با هم آشنا میشن، شاید یه نشون کردم، شاید زنگ و تماسی خورده میشه، بعدن تصمیم میگیرین حالا با هم ازدواج کنیم، این دقیقا یا تو پروسه ازدواج و نامزدی و عقد و ازدواج این داستان رو هستیم. به حال هر شکست تا 30 روز آینده وارد یک زندگی مشترک شما خواهید شد، یعنی متعلق به کسی خواهید شد. اینو میخوام بهتون بگم، چیزی یا وسیله ای هم به خونتون در اضافه میشه و ذوق میکنید. حالا چیزی دوست داشتیم بخرید یا چیزی دارین میخرین، هر چیزش یه چیزی داره میاد تو خونتون باعث خوشحالیتون میشه، یه قلب افتاده، یه دو نفر داریم با هم صحبت میکنیم مرتبط به یه راه دیدی، حالا من نمیدونم، و البته که یکیتون هم مشکل داره، حالا یا داره در رابطه مشکلش تو رابطه صحبت میکنه، تو زندگیتون با هم دیگه در رابطه مشکلاتتون داریم با هم صحبت میکنین، دو نفری که با هم دیگه ببین قلب مشکل، توی رابطتون مشکل مالی دارین، تو رابطتون با هم دیگه مشکل دارین، تو زندگیتون مشکل مالی دارین، دارین دو نفر، دو تا آدم روشن، دو نفری که هم دیگه رو دوست دارین، دارین با هم دیگه صحبت میکنین مشکلتون رو حل بکنین، یا مشترک زندگی مشترک مشکل مالیتون رو با هم دارین صحبت میکنین، یه راهکار برای هم دیگه پیدا کنین، یا داره بهتون میگه برای اینکه مشکلتون رو حل بکنین با هم صحبت بکنین، اینو داره بهتون دیگه یادآوری میکنه. و دیگه چیزی که براتون افتاده ر واو، حالا ببینید این بالا یه نقطه دارم میگم، نمیدونم ر ز یا خیلی اسکای میکنم، دواله اصلا این نقطه نیست، داله دال واو اینجا ر و نون، دوستانی که تو اسم و فامیلتون این حروف هستش نمیدونم چیه، یه قلب روشن ولی واژگونه، یعنی اگه یه چیزی الان تو رابطه ناآرامیه، تو زندگی ناآرامیه، تو کسب و کارتون ناآرامیه، یه چیزی که قلب واژگون دارم براتون میگم، ولی خودتون ببینین روشن افتاده و تا 5 عدد 5 قلب وارونه 5 روشن، تا 5 وعده بسیار نزدیک دارم صحبت می‌کنم، مثلا 5 ساعت دیگه، 5 روز دیگه، این به 5 هفته اصلا روی صحبت من تو 5 هفته دیگه نیست، اصلا فال معنی نداره، به زودی انشالله به اصلا چون نزدیک سال نو هستیم دارم میگم، به 5 هفته دیگه من کار ندارم، ولی به هر حال تا 5 وعده آینده قلبتون شاد میشه، مطابق هر چیزی که الان واژگونه کنه راه دلیتون الان غمگینه، به هم ریختگی که برطرف خواهد شد. بریم برای دوستان مرداد ماهی عزیزم، مرداد ماهی های نازنینم براتون دارم ببینم، خب به هم داره وعده داره به هم میده، وعده که داره به هم میده اجازه بدین دقیق بهتون میگم، تا 14 روز آینده از یک چشم انتظاری میای بیرون، هر چه هستش که قلبتون رو شاد میکنه، نگاه کن اینجا هستن که تا 14 روز آینده خوشحالی قلبی داری، یه دوستی، یه ازدواج، یه خواستگاری، یه محرمیت، نمیدونم خواستگار میاد خواستگاری میرین، دوستی، ارتباط احساسی، یا
تا 14 روز آینده یک اتفاق قشنگ براتون رقم میخوره، انشاءالله که قلب شما رو شاد میکنه. یه خوشحالی قوی، کاری، مالی، احساسی، هر چی که هست باعث خوشحالی قوی تو میشه. راه یه مهر روشن، ولی همه قلب رو دیدین روشنه، میم روی ادامه داره، مثل مهر، یه مهر روشن، یه ثبت، یه سند، یه تاییدیه، یه خرید فروشی، معامله، یه امضا، یک قرارداد. حتما قرار نیست خرید فروش انجام بشه، یه رهن، یه اجاره، هرچه، ازدواج، مهر، دفترخونه، مزدخونه، یه اتفاقی که قلبن میمیش قلب هر مهر براتون خورده خواهد شد، به روشنایی انشالله به زودی اتفاق براتون رخ میده. یه شخصیتی که ببینین، حالا ببینین شخصی که الان کدره، یه شخصیت منفی الان کنار زندگیتون هست، ببینید میخواد به زندگیتون پا بذاره، ولی یه چیزی که تو دستش دارم ببینم نمیذاره، اون منفیه، یعنی منفیش کرد، یه انرژی منفی تو وجودش الان هست، یا کسی برای حرکتی انجام داد، یا نمیدونم. حالا کدر و اون نشانی که دارم ببینم به واسطه اون نشونی که تو دستش دارم بهتون میگم، یه گیر، یک بستگی داره که نمیتونه وارد بشه، گیر داره، دوستتون داره، میخوادتون، بهتون علاقه داره، بالای سرش قلب روشن، میخواد وارد رابطه، میخواد وارد کاری بشه، میخواد بیاد و یه حرکتی رو براتون بیاد وارد بشه برای هر چیزی بیاد، ولی یه گیر، یک مانعی دارم براش میدم، ولی همین الان بهتون این مژده رو میدم، نرین نمار این کار منفی بتر منفی رو منفی بیارینا، بهتون دارم این مژده میدم تا دو وعده آینده ورود میکنی، یعنی کدری، منفی، شاید شخصیت منفی هست، یا چیزی که نمیذاره حرکتی رو انجام بدی، قدمی رو برداری برای کاری، برای احساسی، برای زندگی، تو زندگی، برای هر هدفی که داری دنبال میکنی، یه گیر، یک مانع، یک بستگی هست، تا دو وعده آینده مشکلت مرتفع خواهد شد. خب لباس عروسی که به تن دنبالت، حالا دنبالی که مثل تنگی، مثل لباس ماهی میمونی، همچون حالتی براتون دارم میرم، این لباس عروس. ازدواج براتون افتاده و آقایی که قدرت داره، خودش پول داره، خانواده پول داری داره، قد و قامت تقریبا کشیده، حالا به موازات هم رو در روی همدیگه قرار گرفتیم، ازدواج که به زودی رو در روی همدیگه قرار میگیریم و ازدواج براتون افتاده، بچه یا خوشحالی از بابت یک بچه براتون دارم میبینم، من این شکل قلمبه دارم میبینم، شاید بارداری رو داره نشان میده، یا مرتبط با فرزندتون یک شکم برجسته خوشحال افتاده. خب اینجا رو ببینید، یه شخص عبوس ولی روشن، ببینید دهانش رو ببینید، چشمش رو ببینید، آدمی که فکر میکنی آدم منفیه، گاهی هم بهتون پشت میکنه، ببینید اینقدر خوشقلب و مهربونه، غالبا دوستتون داره، پدرتون، برادرتون، شخص احساسی، شریک زندگیتون، هر کسی که هست، موافقتون، رئیستون، همکارتون، آقایی که تقریبا میان سال دارم میبینمش، شاید میاد قدریم شاید به بالا باشه، اخم پشتش رو بهتون میکنه، غم داره، ناراحت، غمگینه، ولی اینقدر خوش قلب و مهربونه، حالا این اخلاقش اینطوریه دیگه، بنده خدا، شاید غم داره، قصه داره، ولی خوش قلب و مهربون. افرادی که تو اسم فامیلتون حرف نون دارین، حرف دال دارین، حرف ر دارین، براتون دارم یه خوشحالی قلبی دارم ببینم، یا خوشحالی قلبی، یا راهی که منتهی به قلب میشه، راهی تو راهی قدم برمی‌دارین که واسه خوشحالی قلبیتون میشه تا 10 روز آینده. تو راهی قدم برمی‌دارین که واسه خوشحالی قلبیتون میشه، هر چه که هست، یا در راهی قدم برداشتین، منتظر خبرش هستین، تا 10 روز آینده خوشحالی داری قلبی، میتونه احساسی هم باشه. یه سقف براتون افتاده، روی سقفم پول براتون دارم میبینم، مرتبط با کاری یا خونه، مالی به دستتون میرسه که باعث خوشحالیتون میشه. چیکار دارین میکنین؟ هر کاری داری میکنی خوشگل داری میکنی خودتون، حالا خانم یا آقایی که داری به خودت، به ظاهر خودت داری میرسی، یه مدتی هم ممکنه برای اینکه چیزای دیده نشه مثل که ماسک بزنی، پس تو این ناحیه هست، مثل بینی، دهان، لب یا صورت، حالا و یه تایمی هم میخوای کسی نبینت، یه ها نشون بدی خودتو، این حالت دارم برات میبینم، و مثل جراحی زیبایی صورت، یا شاید یه جراحی، ولی هر کاری هست زیبا میشی، خوشگلی تو دارم ببینم، این نقاب، نقاب
بدی نیست، نقاب زیبایی که روشن دارم میبینم. و دیگه براتون چیزی که دارم میبینم از یک سردرگمی، یک بلا تکلیفی مرتبط با یک سقف یا هر چیزی که الان قلبتون آزرده کرده، حالا میتونه به این سقف ربط داشته باشه، میتونه نه، هر چه که هستش، زیر سقف کاریتون، زیر سقف خونتون، مرتبط با یک سقفی، مرتبط با شاید اصلا این سقف نیست، هر چه هست الان یه به هم ریختگی براتون داره تو زندگیتون، تو رابطتون، توی کارتون، نمیدونم هر چه هست، اگه به سقف رفت میتونه باز تو زندگی و کارتون باشه، تو رابطتون باشه، یه قلبی که یه حاله کدر دارم ببینم، یه قلبی به هم ریختگی و سردرگمی براتون به وجود اومده، توی قلب ببینه خودتون روشن روشن دارم ببینم. پس با امید خدا انشالله از این سردرگمی و بلا تکلیفی انشالله که به زودی بیرون میاد. یه چیزم بهتون بگم، هم آدم خوش‌شانسی هستین یا شخصی داره پا میذاره کمکتون کنه و از این سردرگمی بیرون میاد. شما ممکنه پس به واسطه حضور شخصی تو آدم خوش‌شانسی هستین، کسی میخواد کمکتون بکنه، حالا ممکنه حمایت فکری باشه، راهکار پیش شماتون بذاره، هرچه، یا هر کسی به واسطه هرچی کمکتون میخواد بکنه، خوش شانسیتون رو داره، یعنی کسی که شما رو از یک شرایط نابسامانی که انقدر به هم ریختگی دارین بیرون میاره، کمکتون میکنه، هم فکری میکنه، کمکتون میکنه، مشاوره میده، هرچی کمکتون میکنه. از این سردرگمی بیرون اومدن رو دارم میبینم براتون. خب یه نمیدونم ترازویی که از این ور روشن داده، ولی با دو حکم، با دو حکم پولی به دستتون میرسه، با طی دو مرحله یا تو دو مرحله، ولی ترازویی که براتون روشن دارم میرم، اگه راه دادگاهی میرین تو دو مرحله اتفاق میفته، یا دو مرحله باید طی کنی، یا پولی تو دو مرحله به دستتون میرسه، طی مراحلی به دستتون مال میرسه. خب بریم برای دوستان شهریور ماهی عزیزم. دوستان شهریور ماهی گلم، چرا غمگینین؟ چرا دل شکستین؟ چرا ناراحتین؟ غم برای چی؟ واسه دنی حالی غم تو زندگیتون، تو رابطتون، کی چی گفته، دهان کدر، حرفی زدی که به همتون ریخته، کی باعث ناراحتیتون شده؟ به زودی قلبتون شاد خواهد شد. توی این قلب روشنایی دارم ببینم. هر کی دهانشو به کدری باز کرده، حرفی زده، کاری کرده، رفتاری انجام داده تو زندگی، تو کاریتون، تو رابطتون، توی هر چیزی مرتبط به هر مسئله و موضوعی که الان قلبتون رو به درد آورده، دلتون به زودی شاد میشه، یه حرفی زده و تمام شده. مهر جدایی برای تعدادی از دوستان دارم ببینم، واژگونی یک زندگی یا یک رابطه رو دارم ببینم، البته مهر جدایی، یعنی زندگی که اصلا میپاشه، قلب روشنی که براتون افتاده و یه راهی توی یه مسیری دارین قدم برمی‌دارین برای یک ماهی، برای یک رزق، برای یک روزی، و هرچه هستش که این راه شاید هم به سختی بدین و بیاین، یا بروبیای زیادی برای یک پول، برای یک رزق، برای یک روزی دارین انجام بدین، ولی تاش براتون یک سقف روشن دارم ببینم. خوشحالی زیر سقفه. حالا برای این بروبیای دادگاه قانونی دارین، بروبیایی که دارین می‌کنین، سقفتون خوشحالی داره، سقف کار یا سقف خونه‌تون به خوشحالی و شادی براتون دارم ببینم روشن میشه. یه انگشتر، ولی ببینید دورش حاله کدر افتاده، ازدواج که سر نمیگیره، ازدواجی که مشکل داره، ازدواج یا محرمیتشون کرده، خواستگاری که سر نمیگیره، انگشتر افتاده، یا برای مناسب حال هر چیزی که بعد شخصی ببینین تو این انگشتر، تو صورت یه شخصی دارم میبینم که داره ورود میکنه، میخواد وارد زندگیتون بشه، ولی ببینین پشتش رو میبینین قوز داره، مثلا حالت قوز دارم میبینم، این کار داره عقب میکشه، شک داره، تردید داره، مردد برای یک محرمیت، برای یک ازدواج، دقیقاً هنوز مردده. پس تو تایمی که مردد هستی بهتره که همینجور بری عقب، خودتو بکشی عقب، قوز بری عقب، عقب گرد کنی، پاتو به زندگی دستوری، چون اگر با این شرایط ورود بکنی برای یک ازدواج، برای نشون کرده، برای محرمیت، همین رو نگاه کنی میشه یه لنگره که ناآرامی رو براتون میاره، یعنی یه ازدواج ناکام، یه ازدواج به درد نخور، یه ازدواجی که تاش نتیجه دلخواه حاصل نمیشه، هم برای خودش تو، هم برای شخص مقابل، و زندگی خودت و دیگری رو خراب نکن. از این ور که نگاه کنیم، دو نفری که دارید به هم پیوند میخورین، لبتون خندان میشه، قلبی که براتون افتاده و راهی میشی، حالا خونه، وقت، سفر، مسافرت، یا به شهرت که به کشوری که راهی میشی، میری تو خونه و زندگی خودتون، خیلی قشنگ افتاده. و تو یک وعده آینده دارم براتون میرم، یه حرکتی میخوای انجام بدی، ولی این ریسک میکنی، دقت کنید، تاست ریسک داری میکنی، ریسکی که داری میکنی حواستون جمع کنی، تاست هیچ یه عدد یک فقط اینجا من دارم ببینم، تو این یک افتادی، این یک
ریسک پایین رو داره بتونشون میده. دقت کنی، ریسک پایین یعنی عدد 1 تا 6 خیلی فاصله داره. خب پس مواظب باشین تو مسیری که دارین ریسک میکنین، تاسیه دارین میریزین، ریسک دارین میکنین، هشدار داره بهتون میده، حواستون رو جمع بکنین، خیلی با ملاحظه برین جلو، خیلی روش حساب باز نکنین. ممکنه این راهی که دارین میرین بهتون اونجور که دلتون میخواد جواب نده. نمیخوام منفی بگم و واقعیت رو دارم بهتون میگم که خدای نکرده وقت توی چاله نیفتین دوستای من، گلای من، عزیزای من، خانمای محترم، آقایون محترم. و به خاطر همین دارم میگم، چون تو دل همین تاسی گله کدر دارم تو میره. پس حواست جمع کنی، ممکنه یه وقتی به یه گیر، به یک مانع، به یک مشکل بر بخوری. پس جمعی هشدار داره. این خیلی الان من بهتون میگم بهتر از این که دوره جون توی مسئله براتون به وجود بیاد. پس مواظب باشی. خب یه با چی براتون افتاده؟ به چه روشنایی؟ توی جشن، توی شادی شرکت میکنی، یه مراسم شادی، یه جشن شادی، شادن برای خودتونه یا عزیز دل من، یا اینکه توی خونه شما جشن شادی انشالله به راه خواهد شد. هر جلسه با چی که جمع شادی رو داره صحبت میکنه، مراسم شادی که به زودی در پیش داری، حالا توی خودتون صاحب این میزبان این مراسم هستی، یعنی که در جشن این شادی میکنید، از یک چشم انتظاری به زودی بیرون میه، این لبتون خندون میشه انشالله، و مریضی که بلند میشه و علارق میگه حالا نمیتونم، کسی نمیخواد بلند شه، به کسی که بالای سرشه دوست نداره از جو بلند بشه، دوره چون مطمئنم دو جمعه ما همچه کسی نیست، ولی یه مریضی که بلند میشه سلامتیشو به دست، عمر رو دست خداست عزیزای دل من، بلند میشه علی رغم که کسی نگاه نمیخواد. خب بریم برای دو تا پول کوچولو هم داره به دستتون میاد، اگه منتظر پول هستی یا دو تا پول یا تو دو وعده آینده پول به دستتون میرسه که خوشحالتون میکنه، پول یا تو دو وعده یا تو دی دو مرحله به دستتون میرسه باعث خوشحالیتون میشه. بریم برای مهر ماهیای عزیزم، آیا که فرمودیم توش خداتی مداشه و مهر ماه، مهر ماهیا دارم براتون میبینم، دو نفری که رو در روی همدیگه دیدار ملاقات احساسی براتون افتاده، حالا همدیگه رو مدتی ندیدین، قهر بود، این کاتی بوده، هرچه بوده که هر چه بوده، یه نفرم توی به هم خوردن ارتباطتون دخیل بوده، یکی از پشت سر، حالا یا گذشته دار هستی، یه رابطه کات شده داری، یا گذشته دار هستی، هرچه که هستی یکم توی این نرسیدنتون یا دیر رسیدنتون یا دیدارایی که ملاقاتی که به تعویق میافتاده یا تو قهرتون که حالا به هم رسیدین یا سفر یا یه چیزی که ببینین ربط داره به این شخصی، این پشت خشن دارم میبینم، ولی هر کس که هست در این عدم دیدار و ملاقات، حالا شاید یه آقای خانمی متأهلی یا گذشته داری یا خانم یا آقایی که نمیخوان شما همدیگه رو دیداری تازه کنین، ملاقات داشته باشین، با هم آشتی کنین، به حال ولی دیدار و ملاقات براتون به زودی افتاده و دیگه یه عهد پیمون داری میبندین، چیکار داری میکنین، دست براتون افتاده، دست داریم، دستتون رو بردیم جلو، دست داریم میدی، این دست هر معنی رو میتونه بده، دست همکاری، دست شراکت، دست کاری، دست دوستی، دست ازدواج، برای با کسی یه عهدی داری میبنه، با هم که دارین قراردادی رو با هم امضا میکنی، هر دستی که هست به معنی اینی که دارین دستی رو با هم دیگه داریم میگیم، با هم دیگه داریم میگن یا علی میگه با هم دیگه میریم جلو، یه دستی داری به هم دیگه میدین که با هم دیگه استارت یه چیزی رو بزنین، کاری، دوستی، احساسی، ازدواجی، برای هر چه داریم با کسی همکاری رو هم میتونه معنی بده. خب مواظب سلامتیتون لطفا باشین، من نمیدونم تونه یه شکم معده روده گوارش توی قسمت ها برای یه که دلی افتاده، آره درد داره این ناحیه معده روده همچین جایی، برای یه تعدادتون هم تونه یه پا زانو دارم که سرعت بگم، یه حتی مواظب سلامتیتون لطفا باشین. خانمه گذشته دار کفش پشت بلندی که به یک زندگی بزودی ورود خواهی کرد، یه قلب خیلی خوشگل دارم براتون میبینم، پس یه رابطه احساسی یا ازدواجی براتون سر میگیره، متوجه آقایی که یا داره ناز میکنه یا توی یک رابطه ممکنه یه مشکلی بر بخوری تو رابطه، شاید تو رابطه هستین آقای الان ناراحت از دستتون یا آقای دستتون دلخوری یا برای ازدواج و محرمیت الان آقایی رو جواب کردین گفتین نه پشت بهتون کرده، پشت کرده دارم میبینم، ولی یه این وسط هم یه شخصی رو دارم میبینم، حالا یا به ساتر داره میکنه برای دوستیتون یا تو برای ازدواجتون، هرچی هستش این راه دلی احساسی سر میگیره، اصلا نگران نباشید، یا دوستی یا ازدواجی که سر خواهد گرفت.
حالا خانمی آقایونی که مجرد یا گذشته دار هستی، یه سقف روشن زیر سر یه خانم جوانی یا خانم زیبارویی که چشمات توی صورتت میدرخشه، حالا جوانی سن دارین فرقی نمیکنه، یه سقف روشن روی سرت دارم میبینم، کار، خونه، زندگی، ازدواج نمیدونم، ولی یه سقف روشن بالای سر یه خانمی که چشمات خیلی خودشو نشون میده، حالا چشمای درشتی داری، چشماتو خیلی قشنگ زیبا درست میکنی، عینک میزنی، نمیدونم، یعنی همچین سقف روشنی روی سرت دارم میبینم. دیگه براتون حالا اینجا رو تماشا کنین، چشمه رو نگاه کنین مثل روبا. خب پس ببینین دو تا چشم رو نگاه کنین، یه شخصیتی هیله‌گر، مکار، روبا، کسی الان به دیواره زندگیتون هست، باهاتون در ارتباط، باهاتون همکاری میکنه، باهاتون دوسته، هر کسی هست، یه شخصیت یا ماهیت هیله‌گر مکارم الان دارم براتون میبینم. شخصیتی که درو داره و تا شش وعده نزدیک ماهیتش رو بهش پی میبری، میفهمین تا شش وعده این که دلی براتون رو میشه، متوجه میشه این شخصی که الان به شما خودش رو نشون داده، ایشون اون آدمی که نشون میداده خودش رو تظاهر میکرده من اینم، این نیست، متوجهش میشی، اون روی سکش رو به زودی متوجه خواهی شد، با شخصی در ارتباط این همکاری میکنی، تا شش وعده نزدیک متوجه ماهیت این آدم خواهی شد. خب یه رابطه استوسیه زندگی که خیلی شله دارم میبینم، یا انگار لبه تیغ دارین حرکت میکنین از هم میپاشه و شخصی هم تازه به زندگیتون ورود داره میکنه، یه قدم دارم، یا توی دل زندگی شخصی ورود کرده یا توی یک رابطه شخصی ورود کرده، من رد پا دارم میبینم، کسی وارد یک رابطه یک زندگی مشترک شده و اینجا رو ببینیم چند قشنگه، پا رو میبینیم، پا، یه پای مردونه براتون دارم ببینم، یک آقایی برای آقایون یا برای خانم ها آقایی داره براتون، آقایی پای مردونه که داره براتون یک قدم برمیداره، قدمی که به واسطه یه آقا براتون برداشته میشه، حال مرتبط با هر مسئله و موضوعی که شخصی براتون یک قدمی برمیداره، من یه پای مردونه دارم ببینم، حالا شاید هم خانمیه که مثل شیرزنی میمونه، مثل حکمی که مرد رو داره، بقیه قدمی به واسطه یک پا، پایی که براتون قدمی برداشته میشه انشالله. خب و یه سرمایه گذاری خیلی پرسود براتون افتاده، حالا نمیدونم خرید و فروشی انجام داری میدین چون خیلی پول داره براتون میاد، و یه اتفاقی که دارم به تو میگم کمتر از 5 وعده نزدیک دارم براتون میبینم، 5 وعده نزدیک، یه سرمایه گذاری که فکر میکردین موفقیتی هم نصیبتون نمیشه و عدم موفقیت یا اصلا انتظار همچون پولی رو نداشته، ولی یه برد مالی دارم براتون میرم، حالی یه سرمایه گذاری یا یه خرید و فروشه، یه معامله هست، یه قرار داده، هرچی هستش که شما میوسط زینف هستی و نفت داره براتون، شاید اصلا رفتی به شما نداره، یکی دیگه داره خرید و فروش میکنه، ولی یه پولی هم نصیب شما میشه. خب بریم برای ماه بعدیمون چیه؟ آبان. بریم برای آبان ماهیای عزیزم. آبان ماهیا، الان یه مشکل روی سر کاریتون رو توی بالای سرتون دارم ببینم، حالا این مشکلی که افتاده توی زندگیتون، توی رابطتون، توی زندگیتون، هر چه هستش یه به هم ریختگی ایجاد کرده، یه مسئله، یه موضوع، یه مشکلی که براتون آبان، یک مشکل براتون به وجود اومد، یک موضوعی توی زندگیتون هست، یه مشکل تو زندگیتون دارین، تو رابطتون، تو کارتون، یه چیزی الان روی سرتون به عنوان یک مشکل دارم براتون میبینم، ولی مشکلی که لاینحل نیست، مشکلی که ببینید شما قلبتون روشنه، یعنی که مسئله که حاد نیست، کاری، زندگی، ارتباطی، هر چه که هست، ارتباطی که شکل میگه، یکی از اعضای خانوادتون شما با یکی از اعضای خانواده قهرین، یا یکی از اعضای خانوادتون با هاتون قهره، یه کسی که خیلی با هایی صمیمی هستین و دل افتاده، خیلی جون و دلی دوستش داریم ولی باهاتون قهره، تو شش وعده بسیار نزدیک دوباره با هم دیگه آشتی میکنی، فیل افتاده، ببینید گوشش رو نگاه کنید، شخص قدرتمندی که ازتون فاصله گرفته، گوشش رو ببینید، ولی گوشش پیش شماست، یعنی حواسش پیش شماست، متوجه میشه شما دارین چیکار میکنی، یعنی اگه شخص قدرتمندی باهاش در ارتباطی یا همکاری باهاش میکردی و الان ارتباطش رو با شما قطع کرده، حالا این قدرتمند که میگم پولی، مالی، کاری، پستی، نمیدونم تحصیلی، هرچه، برای خودش کسیه، اینو میخوام بهتون بگم، ولی گوشش رو ببینید به سمت شماست، یعنی هنوز حواسش هست به شما چیکار میکنی، اگه الان به شما پشت کرده ولی حواسش به شما هست، یا دورا دور جوی احوال شما میشه، یا پیگیر شما هست،
خب پس مواظب باشین، یعنی فکر نکنین رفته که رفته آره یا داره سر از کارتون در میاره یا اینکه کوشش چیزی که شما بدون الان که ایشون نیست چیکار دارین میکنین. به هر حال شخصیت قدرتمندی رو دارم، یا اینکه حتی اگر ازتون فاصله گرفته کاری هر چی که هست ولی حواسش پیش شما هست که شما چیکار میکنین، یعنی ممکنه شاید یه تایمی هم حتی بهش احتیاج پیدا بکنی به دادتون برسه. من اینجا پر پرنده دارم میبینم ولی داره میره بیرون، یه مشکل داری برطرف میشه و پروازی که سر میگیره، برای سفر، برای مسافرت، برای راهی شدن، پر پروازی که روشن و مثبت و روشن افتاده، یه مانع، یه مشکلی که مرتفع میشه و راهی میشی، میری سفر مسافرتی که داری، یه دیدار ملاقات یا دارم براتون میبینم، یا همدیگه رو مدت ها ندیدین یا قهر یا کاتی جدایی هستش، هر چه که هستش دیدار و ملاقات افتاده. خب یه تعرضی کدر افتاده و یه پولی که میره از یک رأی و حکم دادگاهی متاسفانه باید یه مالی رو بدین بره، حالا مرتبط به یک تعرضی حکم دادگاهی، حالا شما پولی به دستتون میرسه، پولی به کسی باید بهتون پولی بده، و حالا یه تعرضی من کدر دارم میرم، یعنی یه حکمی که منفیه و متاسفانه مالی که داره میره و از اشکی که داری میزی، یعنی با غم و غصه و ناراحتی مجبور شی یه مالی رو به کسی بدی یا پولی رو از قبل یک تعرضی پرداخت کنی، راه دادگاهی قانونی، یا حالا یه مشکلی به وجود میاد که باید در ازای اون مشکل شما یه هزینه پرداخت کنید، مثل یه دعوا میتونه معنی بده، کارتون به چه میدونم حالا پلیس و قانون و اینجور جاها کشته شده و باید یه پولی رو ولی با عشق داریم میدیم هم قصه مجبور میشه. خب یه جدایی به واسطه خیانت دارم براتون میبینم توی دل تو زندگی مشترکتون یا کاریتون، کسی داره خیانتی رو انجام میده و کلن ارتباطتون با هم دیگه قطع میشه. آره این کارتون کلن از هم دیگه جدا میشه یا زندگیتون کلن از هم دیگه میپاشه. زندگی مشترک یا کارتون خیانت در انجام میشه. و دیگه خب چه تیری رو رها کردین؟ حالا به این امید که این تیر به هدفش میخوره، از اونجایی که کمانش رو ببینین، از اونجایی که آدم خوششانسی هست این تیرتون به هدف میخوره، حالا مرتبط به هر مسئله و موضوعی که شانسی میگین، حالا یه تیری رو حالا ما رها میکنیم یا میخوره یا نمیخوره و از خوششانسی تو این تیر به هدف میخوره. دوستانی که الان تو مزقه مالی هستین، تعینا مشکل مالی دارین، براتون راه باز میشه یا گشایش مالی براتون افتاده، مالی به دستتون میرسه که خوشحالتون بکنه. خانم یا آقایونی که ببینید مرتبط با مسئله تحصیلی، کلاه تحصیلی، تو راه تحصیلی علمی دانشگاهی آموزشی، یه خبری که متعجبتون میکنه به شادی دهن باز خوشحالی براتون افتاده، یا آزمونی دادید، امتحانی دادید، هر آزمونی رو، هر امتحانی، هر دانشگاهی، هر تحصیلی، یا تو این زمینه تحصیلی دیدی فعالیت میکنی، خودتون تحصیل میکنی، کاری رو داری انجام میدین، یه خوشحالی که دهانتون باز میشه، خوشحالی بی‌وصف. یک من دل شکستم کنار زندگیتون دارم میبینم، خودتون دل شکسته هستین، کسی ناراحتتون کرده یا کسی توی زندگی کنجی میری یه جای بر خودتون زندگی میکنین، کسی سر اصلا کسی سراغتون رو نمیگیره، حالا خانواده هستین، تنها هستین، نمیدونم، ولی قلب سیاه، دل شکسته هستین و یه گوشه گذاشتن توی کناری اصلا انگار کاری به کارتون ندارن، یا خودت دل شکسته هستی یا توی یک زندگی، یک جایی، فضایی داری کار میکنی که دوست داری از همه عالم آدم فاصله بگیری، که به حال اگه این کاری داری میکنی اشتباه داری میکنی و دیگه ضربه حتما خوردی، ولی خب به هر حال باید بیای سازش کنی. یه هفته موفقیت براتون افتاده و مرتبط با یک سقف که زیرش پوله، از کاری پولی به دستتون میاد یا وارد بازار کاری میشین که درآمد خیلی خوبی داره، با موفقیت یا تا هفت وعده آینده وارد یه سقف کاری میشین که درآمدزایی داره، یا زیر سقف کاریتون تا هفت وعده نزدیک صحبت دارم میکنم مالی به دستتون میرسه یا ارتقای کاری مالیتون هست، شاهدی همچون چیزی ازش شدم، ورود به بازار کار هستش، انشالله چه خیلی براتون رخ بده. خب دیگه چیزی که براتون، یه قلب خوشگل براتون اینجا نقش بسته، کسی ازتون خواستگاری میکنه یا از کسی خواستگاری میکنی که انتظارش رو نداشتیم بتون بله بگه، یا با کسی درخواستی از کسی میکنی، حالا قلب خوشحالی قلبی و حیرونی افتاده، میاد از کسی خواسته ای دارین که فکر میکردیم بتون بله نمیگه، کاری هم میتونه باشه ها، هرچه
ولی این بله رو شما میگیریم و حیرون میبونیم متعجبانه، یا شخصی ازتون خواستگاری میکنه یا ازتون درخواستی میکنه که شما فکر نمیکردین ایشون از شما همچون خواسته ای داشته باشه، ولی و متعجبتون میکنه. مثبت صحبت میکنم، خواسته ای نابجا رو نمیگم، یه خواسته ای روشن مثبت و شما بله رو میگیریم، ولی متعجب میشه از این درخواست. مثبت روشن، یه خواسته به جا رو دارم صحبت میکنم، نه یه خواسته ای نابجا که متحیرتون بکنه و دیگه چیزی نمیبینم. و یه لبخندم انشالله که همه لباتون بخنده و یه لبخند قشنگ دهان بازی که داری میخنده، یه خوشحالی بهتون میرسه، لبتون شاد میشه، انشالله همه بخندین و شاد باشین. آذر ماهیای عزیزتر از جان دارم براتون چی میبینم. آذر ماهیا جیم دال بکنم ره یه خبر ازش دارین، خبر دارین، خبر بهتون میرسه، خبر به گوشتون میرسه، از طرف ایشون خبر دارین، خبری به گوشتون میرسه. هرچی هستش که این حروف در اسم و فامیل شما یا شخصی هستش که بهتون حامل خبری یا خبری به گوش شخصی میرسونی که باعث خوشحالیتون میشه. البته که الان به هم ریخته دارم میبینم یا ناراحتین یا غمگینی یا فاصله است بینتون یا سردی بینتون یا یه موضوعی که الان ناراحت کننده است ولی یه خبر خوش براتون افتاده یا خبری که شادتون میکنه. خانم یا آقایی پرچم سیاه دارم براتون میبینم، خطر داره، هشدار بهتون میده، خطر، پس مواظب باشین و هشداره دیگه، جنبه هشدار، مواظب باشین، خطری ممکنه تهدیدتون بکنه، مواظب باشین. و دیگه تا 10 روز آینده یه راه دلی که بسته بوده باز میشه. ببینید حالا قهری، کاتی، به هم خوردگی، یک موضوع، یک چیزی که الان به واسطه اون الان ارتباطتون کلا قطعه، تو رابطه، تو زندگی، تو کاری، هر چه که الان غمگین، یه موضوعی کات تمام، ولی تا 10 روز آینده براتون دارم میبینم راه براتون باز خواهد شد. خبری که غالبا شادتون میکنه یا خبری که باعث شادی قلبیتون میشه یا مرتبط به قضیه احساسی، خبری میشتم که شادتون میکنه، شاید می آغاز یک رابطه احساسی، آغاز یک محرمیت، ازدواج یا خبر جشن شادی به گوشتون میرسه که باعث رضایت قلبیتون میشه. فرازانش به زیادی برای زندگیتون دارم میبرم، یا بالا پایین زیادی توی زندگی دارین، یا سختی زیاد کشیدین، یا بالا پایین زیاد داشتین، ولی بالاخره این کوه سنگینی یا این سختیایی که طی کردین به روشنایی تبدیل حد شد. انشالله که دوباره سر سامون میگیریم، اوضاع دوباره روبرا میشه، حال کاری، مالی، احساسی، هر چه که هست دوباره آرامش رو روی آرامش رو میبینیم. مطمئن باشیم به زودی، من که این رو نمیدونم سرکشش 2 یا 4 درست نمیبینم، پس دقیقم نمیتونم بگم، یا 2 وعده آینده یا 4 وعده آینده، انشالله که تو 2 وعده آینده اتفاق رخ بده. خانم های گذشته دار یا دوستانی که خانم یا آقایونی که گذشته دار هستن، خروج از دایره زندگی براتون افتاده، از این زندگی، از این تنهایی بیرون خواهین آمد انشاءالله. خب یه هشدار بهتون بدم، یه خانم رو سخت زندگیتونه و به زودی متوجه میشین، خانمی که برای پول مال اومده یا اینکه از الان با رفتنش یه پولی ازتون میگیره و میره. خب حالا این یا دارین براش هزینه میکنین، ببینین روی سقف یه خونه یه خانومی دارم ببینم، یه خانم دوم، یه خانم دیگه یا یه شخص دیگه تو ارتباط باهاتون و به زودی متوجه حضورش میشین. حالا ببینین، حالا میشین که خودتون که هستین، کسی روی سقف خونه که هستش، رو اون فردی که توی اون خونه، خانمی که توی اون خونه هستی، متوجه حضور خانمی روی سقف خونت میشی و این خانم تا پولی رو نگیره از ارتباطت بیرون نمیری، از این زندگی بیرون نمیره. دور از جون خانمی گل که مطمئنم تو جنب ما نیستن، شاید شخصی به زندگیتون ورود کرده، ولی هرچه هستش یا به طمع پولتون اومده، حالا اون آقا پول داره، شما پول دارین، واسه ما، یا تو دل زندگیتون خانمی اومده برای یکی از اعضای خانواده، حالت من برای خانمی، چرا خانمی برای آقای تو دل زندگیتون، پسرتون، فرزندتون، نمیدونم برادرتون، هر کسی که تو دل زندگیتون، یا همسرتون و یا شخص احساسیتون، حواستون باشه، البته روی سقف افتادی میشه شخص زندگی. خب خلاصی، رهایی، آزادی، زنجیری که داره پاره میشه، خلاص، رها، تمام میشی از هر چیزی که در اسارت هستیم و باعث ناراحتی که دلی براتون افتاده، خلاصی و رهایی براتون افتاده انشاءالله. تو 4 دیواری خونتون چی دارین؟ از زندگیتون بیرونش کنین، توی 4 دیواری خونتون هر چه که هست
باعث ناآرامی به هم ریختگیتون داره میشه، ذهنتون رو به هم میریزه، افکارتون رو به هم میریزه، ناراحتتون میکنه، به جا میخوابونتتون، فکرتون مخدوشه، به هم ریخته است، از زندگیتون لطفاً بیرونش کنید، به شما جواب نمیده. خب چیزی که الان ذهنتون رو شدیداً درگیر کرده و غم دارین، غصه دارین، خوشحالی براتون چیزی که نیست، کسیه، آقایی که دوباره به زندگیتون ورود میکنه. اگر نگران هستین که آقایی باهاتون قطع ارتباط کرده، روی سر آقا کبوتر افتاده، حالا یا به این آقا خبر میدین باهاتون دوباره ارتباط برقرار، یه زنگ، تماس، پیام، چیزی میدین، یا اینکه خبری به گوش این آقا میرسه که دوباره میفهمه که انقدر ناراحتین به سمتتون برمیگرده. الان آقایی رو پشت کرده به شما دارم ببینم، آقایی که شاخه گندمش رو قطع کرده، رزق و روزی رو ازتون قطع کرده، پس یه حامی، کسی که احساسی و حامی بوده، حامی مالیتونم بوده، یا یه وقتی اگه گیری داشتین، مشکلی داشتین، حالا کادو و هدیه چیزی براتون میگرفته، یا اگه یه وقتی گیر داشتین یا توی شرایطی بودین که ازش کمک میخواستین نه بهتون نمیگفته، برمیگرده به سمتتون. الان خانم که خیلی به هم بخته دارم ببینم، مثل سمپلوت کجه، غم داری، قصه داری. خب مرتبط با کارت یا برای ورود به کار یا زیر سقف کاریت دارم برات میبینم، دقت بکنی، یکی داره اذیتت میکنی، یکی میخواد زیر، ببینی خلالی تو موقعیت کاری برات وجود داره، حالا یا داره وارد میشه، یکی داره اذیتت میکنه، چون ببینی کسی که نمیخواد وارد بشی، یا برای ورودت یکی داره حالا خیلی اذیتت میکنه تا وارد بشی، یا میره زیر سقف کاری، یا الان هستی زیر سقف کاری، کسی داره اذیتت میکنه، ولی شما خیال تخت، راه روشن، خودت هم آدم مثبت و روشن، کل کل نکن، دهن به دهن نشو، توجه نکن، و یا وارد کاری که میخوای بشی ثبات دارم برات میبینم، یا زیر سقف کارت کسی کاری از پیش نمیبری، یعنی هر که هر کاری هم داره برات میکنه بی تأثیره، بی جوابه، شما توی اون سقف کاری ثباتتو دارم میبینم، یا خلالی تو کارت ایجاد میشه، یا وارد اون بازار کار میشی، حالا کسی ممکنه باید مخالفت بکنه چون راه افتاده، شاید یه مدت حتی برو بیا برای این قضیه بکنی، یا تو راهی که میری فکرت خیلی درگیر باشه، شاید کسی کارتو میخواد ازت بگیره، ولی هیچ راه روشن، هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد، یه مال به دستت میاد و مالی که حواست رو لطفا جمع بکن. آدم برخرج هستی یا آدمی هستی که خیلی دست دل بازی، نمیدونم، یا خیلی دل رحمی، مهربونی، هر چه هستش، ولی این پولی که به دستت میرسه و داری همینجور میدی میره، ببینی مالی که داری همینجور میدی میره دیگه، یعنی اصلا انگار حساب کتابش دستت نیست، یا چپه میشه، اصلا این گل تو دستت نمیمونه، یا انقدر مهربون خوش قلب هستی چون قلب افتاده، حالا تو رابطه، تو زندگی داری همینجور هزینه میکنی، یا برای خانواده و شخص استسی داری هزینه میکنی، یا دلت میخواد این پولو هزینه کنی برای این و اون، برها چیزی که تو کیسه خودت و خالی دارم ببینم، هیچ برای خودت تش نمیمونی، یا خیلی اندوخته کم یا برات دارم ببینم، و این به ضرر خودت تمام میشه، برای خودت هم قدری اندوخته ای داشته باش. ابر براتون افتاده، رزق و روزی براتون دارم میبینم، سقف روشنی که براتون افتاده، انشالله ورود به سقف کاری یا سقف خونه جدید یا خونه بخت براتون هستش، و دیگه چیزی که براتون دارم میبینم یه جمع، یک دوره همی که به زودی دعوت میشین، میرین، دارین حاضر میشین یا دارین ورود میکنین به جمعی که بسیار روشن هستش، یک جمع شادی رو دارم صحبت میکنم، تو جمع شادی حضور پیدا میکنی، ولی یه دیدار و ملاقات هم براتون افتاده، در جمعی که حاضر میشین با یکی آشنا میشین، حالا یا آشناییه یا رابطه است یا خواستگاریه، ببینین رو در روی هم دیگه وارد جمعی میشین، میرین جایی و با کسی آشنا میشین، یا دوستی رو در روی هم، یا دوست میشین به کسی، یا کسی خواهانتون میشه و ازتون چشش میگیره و میخوادتون دیگه، حالا خواهان، حالا خانم آقاش فرق نمیکنه ها، خانمی از آقای خوشش میاد، آقای از خانمش خوش، از آقای خوشش میاد، به حالی با هم دیگه ارتباط برقرار کردن رو دارم براتون میبینم، و یکی از آرزوهاتون یا آرزوتون به واسطه یه شخصی براتون برآورده میشه، به خواسته قلبیتون میرسی، ولی به واسطه یک شخصی، یه در خفا دارین کاری رو انجام میدین، در خفا تو مرکز جایی، تو کانون جایی، ببینین حالا تو خونتون، تو رابطتون، تو زندگیتون، در جمعی، در فضایی، یه جایی و این رو میشه، حالا تو کجا هستین، به کی دارین چیزی رو مخفی میکنین، مخفی کاری رو از جمعی دارین میکنین، تو کارتون، تو رابطتون، تو دوستیتون، تو چهار وعده نزدیک
تا 4 وعده نزدیک دستتون رو خواهد شد، متوجه خواهد شد. تا 2 وعده آینده یه راه مالی براتون باز میشه. حالا اینجا یه ترازوی روشن هم داره به میده، میتونه از قبل یک رأی حکم دادگاهی باشه یا یه راهی براتون باز میشه. چون یه رأی ترازوی روشن افتاده براتون، حالا مرتبط به ترازو راهی براتون باز میشه، ولی پول افتاده براتون، یه راه مالی براتون افتاده، شاید پولی به دستتون میرسه از قبل ترازو یا اصلا قضیه جداست. ترازوی روشن حکم روشنی که براتون افتاده. بریم برای دیماهیای عزیزم، دیماهیای نازنین. برای دیماهیا کسی از زندگی میره بیرون، پایی که از زندگیتون بیرون گذاشته داره میشه، پایی که از زندگی میره بیرون به روشنایی. البته که باشنه پا رو ببینید، خودتون که دوه دارم ببینم، یعنی پاتون رو داریم میزنین که بریم بیرون، غم داری، غصه داری یا مشکل داریم، ولی میرین بیرون و قدمی که برمیدارین به روشنایی برمیدارین. هر جایی که میرین به روشنایی، برای کار، برای تحصیل، برای ازدواج، برای هر سفر، مسافرت، مهاجرت، هر چه میرین، اولش باشته پاتون انگار یا مشکل دارین یا غم دارین، از خانه و خانوادهتون دارین فاصله میگیرین، این هم میتونی، یا با مشکل دارین برای رفتن، ولی پایی که به روشنه بیرون گذاشته میشه و روشن. خب یه اختاپوس چشش رو نگاه کنین در براتون میرم، پس مواظب باشین کسی که هر کانالی شده میخواد یه جوری دستوپاتون رو بگیری یا بر دستوپاتون رو ببنده، مواظب باشین کسی که اختاپوسه دیگه، 8 داره، از هر کانالی اقدام میکنه برای اینکه جلوی موفقیت شما، جلوی رابطتون، تو زندگیتون خلالی به وجود بیاره. بس مواظب باشین، این شخصیت هم خیلی روشن، تقریبا روشن دارم ببینم، شاید اصلا زنتون شکتون به همچین شخصیتی نره، ولی به همچین کسی براتون دارم میبینم. مهری که براتون خورده میشه، جدایی براتون افتاده و یه درخت خشکیده که جوانه میزنه، یکی به زندگیتون داره اضافه میشه. حالا یه نفر یا بچه دار داری میشین، که به اعضای خانوادتون، دختر یا پسری اضافه میشه، حالا عروسدار، داماددار یا بچه دار یا بچه دوم، بچه سوم، نمیدونم، ولی یه درخت خشکیده، یا اصلا کلن باردار نمیشدین یا اصلا ازدواج سر نمیگرفته، شخصی به زندگیتون اضافه خواهد شد انشالله. زیر سقفی که براتون دارم ببینم، زیر سقف کاری یا خونتون، اگر مشکل مالی داری یا کشخلقی هایی که داری میکنی به خاطر پول مال هستش، حالا منهای دوتا مثلث عشقی که اینجا دارم ببینم، ولی اگه کشخلقی هاتون به خاطر پول مال هستش، این کشخلقی ها ببینید همینجور ادامه پیدا میکنه تا یه تایمی، ولی دلتون شاد میشه. یه ذره به همریختگی مالی داری و به خاطر این به همریختگی مالی، کاری، پولی، یه ذره ممکنه بگومگو باشه یا بحثی که مرتبط با قضیه پولم توش دخیله. حالا ممکنه با هم سازش نداریم بماند، ولی پولم درش دخیل دارم بره، ولی بعد یه تایمی شادی داری، احتمالا پول به دستتون میرسه که شادتون میکنید دیگه، ولی همینطوری که خوشحالی نیفتاده برکه، بس خوشحالی افتاده، قلبتون شاد خواهد شد. یه راه دلی و احساسی براتون افتاده، یه ازدواجی که دائما به تعویق میفته، یکی داره مشکل ایجاد میکنه، یکی از طرف این داره مشکل ایجاد میکنه، یکی برای رسیدنتون به هم دیگه داره مشکل ایجاد میکنه، یه چیزی که دائما داره به ازدواجی که دائما به واسطه یه مشکل یا کسی که مشکل داره ایجاد میکنه داره به تعویق میفته، ولی بالاخره این ازدواجی که سر میگیره، نگران نباشین. و گفتم دو تا مثلث عشق دارم ببینم، دو تا محرم با هم دیگه در ارتباطیم و مشکل ساز داره براتون میشه، مواظب باشین. دو تا محرم، دو نفری که به کسی تعلق خاطر دارین، یا دو تا تو متعهلین، یا دو نفرتون با هم دیگه، دو نفری هستین که با کسی دیگه در ارتباط هستین، یعنی خیانت رو میخوام بگم، تمام، یعنی یه شخص سوم تو زندگی هر دوتون هست، اینو میخوام بهتون بگم، و براتون درد سر داره ایجاد میکنه، جنبه هشدار داره. و شادم نمیدونی شخص طرف مقابلتون، شخص دیگه توی زندگیش هست، خواستم اینم بهتون اطلاع بدم. به زودی پول به دستتون میرسه که خوشحالتون میکنه، شاید این ناراحتی رو انشالله مرتفع میکنه، ولی یه پول به زودی به دستتون میرسه، سفر راه براتون افتاده، یا تو راهی که اولش فکر کنید درد سر داری و اولش با سختیه، ولی راهی که براتون روشن دارم میبینم، سخت و روشن افتاده. خونتون، ازدواج، خونه جدید، خونه بخت، کار قشنگ و روشن و خوب خواهید داشت انشالله، هرچه هستش روشن و مثبت براتون دارم میبینم.
و کسی که بهتون پشت کردی یا کسی که بهتون محل نمیدی یا کسی که بهتون قهره یا کسی ازتون فاصله داره، تو اسم فامیلش حرف ای انگلیسی من دارم میبینم، حالا الف ای یا هر این الف هر چیزی که به ای انگلیسی تلفظ بشه تو اسم فامیل این شخص هست، برمیگرده به سمتتون. از قبل یک بچه یک فرزند خوشحالی براتون افتاده، فرزند خودتون هستین یا فرزندتون، خوشحالی دارین، شادی دارین یا خوشحالی افتاده. خب حالا من نمیتونم ببخشین، ولی خانمای گذشته دار دنبال چی هستین؟ گوشتون مثل حالا بگم چی افتاده، دور از جونتون باشه، ولی ببینیم برای راه دلی، برای راه محرمیت، برای ازدواج، برای رسیدن به کسی، برای هر چه که احساسی دلی حرکت منفی دلی انجام میدی، ببینید خودتون تماشا کنید راه دلی بسته است، خواهی برش گردونی یا راه دلیتون بسته است، کسی به زندگیتون ورود نمی کنی یا کسی اومده رفته، هر چه هستش ببینید هفت موفقیت زیر راه دلی بسته افتاده، یعنی عدم موفقیت، تلاشتون بی نتیجه است. صبوری کنین، سر موقع و موعدش هر اتفاقی خواهد رخ بده رو خواهد داد. یه سقفی هم که شکسته کلا نیمه دارم ببینم، یه زندگی که از هم میپاشه. خب برای تعدادتونم به آرامش شکم گنده یه نفر دارم میبینم، ببینین نافشتم ببینین وسط، یه آرامش مالی براتون افتاده، یه پولی به دستتون میرسی که به آرامش میرسونتتون، آرامش مالی، یعنی شکمتون حسابی سیر میکنه، پولی که دیگه رضایت خاطرتون رو جلب میکنه، بهتون آرامش میده. بازم تاکید میکنم پول برای هر کس یه معنی داره، از یه هزار تومانی تا میلیون ها صفر بذاری یکی ممکنه قانع نکنه، به هر حال هر چی هست آرامش و شکم سیر دارم براتون میبینم، انشالله که به آرامش میرسیم. دوستانی که سیگار یا هر چیزی مرتبط به سیگار، حالا قلیون سیگار هرچه نمیدونم، یه چیزی در دهانتون دارم میبینم، این قضیه ممکنه براتون یه مشکل ایجاد کنه، حالا یا تو زندگیتون، تو رابطتون، یا دورتون، برای خودتون مواظب باشین. و آقایون دهانتون رو داریم باز میکنیم، ولی حواستون جمع بکنیم چی داریم میگیم، چون دهانی که یه زمانی یه دهانی رو باز میکنی که دستتون رو میشه، آقایون دهانتون رو تا این میباز میکنی یا یه زمانی باز میکنی یا برای چیزی حرف روشن دلی داریم میزنید، دهانتون حرف روشن قلب شادی داریم میاد بیرون، یه حرف قشنگ داریم میزنید، اما همون حرف کار دستتون میده، همون جاست که متوجه یه چیزی رو به اشتباه میگه یا یه برملا میشه دیگه، حالا یه چیزی وسط گفته میشه که نباید بگیم، به ضرر خودتونه، مواظب باشین تو حرفایی که میزنی، یه ذره حواستون رو جمع بکنی، حالا برای رضایت کسی، میخوای رضایت کاری کسی رو جلب بکنی، برای رضایت دیدی، برای احساسی، برای هر موضوعی که دارین قشنگ صحبت میکنی، شیرین سخنی میکنی، قشنگ صحبت دارین میکنی، ولی به ضررتون تمام شد، حرفی میزنی که نباید بزنی، مواظب باشین، جنبه هشدار داره بهتون میده. بریم برای بهمن ماهیای عزیزم، بهمن ماهیای گل من یه بحثو بگم، مگم میاد پشت کردم به هم رو دارم ببینم، مرتبط به یه قضیه با هم دیگه بحث میکنیم، ناراحتی میکنیم یا بگو مگوه دیگه، حالا پشت کردن نمیدونم، حالا ببینید چون ریشه براتون افتاده، میتونه یه بحث خانوادگی باشه، بحث کاری باشه، بحث دو تا خانواده باشه، بحث دو نفر باشه، دو نفر تو دو تا خانواده متفاوت باشن، یه بحث بگو مگوی کاری باشه، نمیدونم هر چیزش ریشه دارم ببینم، میتونه دو تا خانواده، دو نفری که تو دو خانواده متفاوت هستن، دو نفر باشه، هر چی هستش پشت کردن دارم ببینم. و البته که هر بحث و بگو مگویم هست، یه شخصیت منفی این وسط دخیل هست، چون که این دعوا رو تشدید بکنه یا موضوع رو بتر همش بزنه، دعوا رو بتر آشوب به پا بکنه. و حالا آقایی که خانم داره، خانمی که همسر داره، آقایی که زن داره، این وسط دخیل دارم ببینم، تو به هم ریختگی دو نفر توی یک زندگی، به هم ریختگی دو تا خانواده، همچون چیزی خانم متأهل یا آقای متأهل رو دارم ببینم که توی این قضیه دخیله، چشش رو نگاه کنی به بالاست، ببینی شما دو تا با هم دیگه دعوا میکنی یا به همتون ریخته یا نه، آقایی که زن داره. و دیگه براتون یه محرمیت و یه ازدواج، یه قلب خوشگل از این ور دارم براتون میبینم، دو تا پر دارم براتون میبینم، ولی
پرواز داریم میکنیم، سفر داریم میریم، مسافرتی که انجام میشه، مهری که بالاخره براتون تاییدیه یه خورده میشه و بالاخره شما آزده میشین، راهی میشین، میرین. ولی ببینید توی یکی از بالا رو غمگین دارم ببینم. حالا من نمیدونم مثل خانمی که اخم کرده برای سفر، خانمی که ناراحته، حالا دلتنگ، ناراحته، نمیخواد این سفر رو انجام بده، مسافرت، سفر، مهاجرت، پرواز، رفتن، ولی خانمی که اخم داره، حالا شاید به واسطه اینکه از قانون خانواده و خانوادهش داره جدا میشه، مثلا نمیدونم حالا ازدواج داری میکنین، داری میری، از خانوادهتون دارین فاصله میگیرین، ناراحتین، هر کسیش که خانمی که از یک پرواز ناراحت دارن به از یک سفر یه ذره به هم ریختون ناراحت دارن، ولی پروازی که سفر میگیره تکلیف مالی از طریق قانون براتون به صورتی مشخص میشه، چشمتون شاد میشه یا چشمتون روشن میشه انشاءالله. ببینی اینجا رو ببینی، اونجا گفتم چشمتون شاد میشه، اینجا هم که یه قلب خوشگل براتون افتاده، یه دوستی، یه ازدواج، یک محرمیت به زودی سر میگیره، به زودی دارم صحبت میکنم، اتفاق یعنی با به یک آشنایی، دوستی، ازدواج به زودی سر. اما اینجا رو ببینی، یه دونه چشمی که از یه جایی داره شما رو میبینه، یه یکی خودشو قایم کرده داره از یک جایی رصدتون میکنه، از دور میپادتون، مواظبتونه. حالا یا این باش در ارتباطی، همکارتون، شخص احساسی، شریکتون، زن داره، شک داره، مزنونه بهتون، آدم مشکوکیه، خانم، آقا، فرقی نمی کنه، هر چی که هست، یکی داره یا برای یک دوستی، برای یک کار داره رصدتون میکنه، ولی این قایمکی، یواشکی، کسی دورا دور حواسش به شما هست، ولی ببینید دوزدکی داره میبینتتون، داره کسی دوستتون داره، کسی داره ارزیابیتون میکنه، نمیدونه، ولی هر جزدش که دوزدکی نگاه کردن رو دارم میبینم، یا دورا دور حواسش به شما بودن رو دارم بهتون میگم، یه انگشتر روشن براتون افتاده، انشالله که نشان کردن ازدواج محرمیت رو داره بهتون نشون میده، تا شش وعده آینده راه دلی که بسته بوده انشالله به زودی باز میشه. خانم یا آقایی که خوشحال خواهی شد، پشت به همه کرده، غم داری، قصه داری، مرتبط به راه دلی که بس است، شش وعده انشالله که به شش هفته اصلا نمی کشه، تا شش ساعت دیگه انشالله خبرش رو به هم بدی که با هم دیگه دوباره دوست شدین. الف یه میم ر، الف میم یه ر، مثل امیر، یه دیدار و ملاقات یا خبر برات افتاده، حالا برای ایشون یا از طرف ایشون، اسم فامیل خانم یا آقایی که الف اینجوری کاملش کنم، مثل امیر دیگه، امیر خبر داری، خبر برای شما یا برای از طرف امیر نامی خبر افتاده، یا تو اسم فامیلتون علف میگه روی داریم، بازم براتون جراحی افتاده، ولی این دفعه تو نایی شکم دارم ببینم، حالا این چاقو برش افتاده به چه روشنایی، حالا این جراحی زیبایی، یه جراحی درمانی نمیدونم، ولی تو نایی شکم یه جراحی براتون افتاده، تو نایی شکم. به روشنایی نگران نباشید، پولی به دستتون میرسه که بگفتم باعث خوشحالیتون میشه و دیگه چیزی نمیبینم. آهان دوستانی که ببینید الان پشت کرده هستین، یه راه ببینید، شخص خانم یا آقایی که گذشته دار هستی، صورت خیلی کده رو برافروخته میبینم، یا قطع امید کردی، خانم یا آقایی که گذشته دار هستی، یه ناکامی از یک رابطه یا یک ناکامی از یک ازدواج، ولی رو به رو یه شاخه گندم و چشم دارم ببینم، شخصی به زندگیت وارد میشه که رزق و روزی داری یا با خودش رزق و روزی رو برات میاره و دوباره ارتباطی که شکل میگیره، شاخه گندم و اینجا یه قلب افتاده، یعنی دوباره یه رابطه دلی احساسی دوباره شکل میگیره، شخصی که رزق داره، روزی داره، یا درآمد خوبی داره، یا منبع درآمد خوبی داره، یا پشتوانه خوبی داره، به زندگیت ورود میکنه، اینقدر بدبین بدل نباش، فکر نکن یه بار شکست خوردی بار دومی وجود نداره، بار دوم رزق و روزی و دل شاد و رابطه قشنگ دلی احساسی قشنگ رو دارم برات میبینم. بریم برای دوستان اسفندم، اسفندایی نازنینم، راه دلیتون اگر بسته است انشالله که به زودی براتون باز خواهد شد، راه احساسی دلی به زودی براتون باز میشه، دوباره با هم دیگه ارتباطتون شکل میگیره، قهری، قاطی، جدایی که دوباره شکل میگیره، توی چشمتون شاد میشه، لبتون خندو میشه. دوستانی که غم دارین یا چشم انتظار خبری هستین یا منتظر خبری هستین یا منتظر دیدار ملاقات هر جا هستین، چشمتون روشن میشه، لبتون شاد میشه، مرتبط با هر مسئله که الان مشکل داشتین، حالا مشکل مالی، کاری، احساسی، چشم انتظار بودین از یک
چشم انتظاری بیرون میای و خوشحالی براتون افتاده ان شاء الله. یه زندگی که متاسفانه دور تا دورش حاله کدری گرفته، یعنی هر کاری بکنی فایده نداره. خانمی که رو به این سمت، آقایی که رو به این سمت، هر کی میری دنبال زندگی خودتون، چون راه دلیتون کلاً بسته است. شما مال هم دیگه نیستین، شما با هم زندگیتون سازش نداری. حالا این رابطه دلی، احساسی، دوستی، هر چیزش نمیتونی با هم، آبتون توی جوب با هم دیگه نمیره و این جدایی رو دارم برای دوستان میبینم. خانم آقایی که از هم دیگه فاصله میگیره، ماه براتون افتاده، تو همین ماه، همین ماه، حالا تو همین ماه یا ماه جدید نمیدونم، ولی ماه داره به من نشون میده در ماه، همین ماه، تو ماهی که الان هستیم یا تو ماه جدید، به هر حال در یه ماه، یعنی در حد اکثر میشه یک ماه آینده تا یک ماه آینده، بهتون خبر میدم که یه اتفاق خیلی قشنگ براتون رخ میده که اصلا مسیر زندگی شما تغییر میکنه. اصلا نگاه 360 درجه میچرخه زندگی شما، ماهو ببینید و میچرخه، چرخش توی زندگیتون به وجود میاد، یک تغییر اساسی توی زندگیتون. تا یک ماه آینده از زمانی که فال ملاحظه میکنیم، فال بدون زمانه، تا زمانی که تا یک ماه آینده یک چرخش اساسی توی زندگی شما رو خواهد داد. زندگیتون اصلا تغییر میکنه، یک تغییر مثبت و روشن دارم صحبت براتون میکنم. افرادی که خیلی غم دارین، خیلی غمگین هستیم، متعاید با یک ترازوی، البته غمگین نیست، از یک ترازوی که حالا نمیدونم راه دادگاه قانونی، ولی مال به دستتون داره میرسه. حالا این غمتون که دلیه سیاهیتون نمیدونم چیه، غمگین گذشته دارین، دورتون بیوه متعلقه یا مالی از قبل یک ارث، میراث، مهریه، ارثیه، چیزی بهتون داره میرسه از ترازو، مالی به دستتون میرسه که باعث شادیتون میشه انشالله. و حالا هرچه خیره انشالله اتفاق بیفته، یه زنگ تماس، دو تا زنگ، دو نفر با هم در ارتباطین، دو تا مجازی هستین، دو تا ارتباط مجازی، دو تا خوشی این ور اون ور دارم میبینم، تو توی رابطه مجازی هستین، زنگ و تماس با هم داری میزنین، تا دو وعده آینده یکی از طرفین متوجه میشین زیر سخت داره زندگی میکنی، یا متعهله یا جدا شده هستش، یه چیزی که از یه طرف براتون یه موضوعی رو میشه، از سخت یک نفر، زیر سخت یک نفر، حالا اون طرف شخص کارش بهتون دروغ گفته یا در رابطه با زندگیش با تو رو راست نبوده، هر چیزش دست یه نفر از یک از طرفین بسیاری براتون توی رابطه مجازی تو دو وعده نزدی رو خواهد شد. یه صلح‌های آشتی براتون دارم برای یه پرچم صلح، حالا تو با کسی که قهر هستین آشتی براتون افتاده، نجابتتون رو دارم ببینم، در اثر نجابت یه اتفاق قشنگ براتون میفته. حالا این نماد نجابت صبوری داری میکنین، تحمل داری میکنین، جواب میگیرین، اینو بهتون داره نشون میده. من خرما میبینم، حالا نخل خورما، درخت خورما، درخت نخل براتون افتاده، درخت نخل براتون خیلی معنی میده، میتونه از رزق، از روزی، از بچه، از فرزند، از موفقیت کاری، از موفقیت تحصیلی، هر چیزی که براتون موفقیت داره، شاخه خورما، درخت خورما، درخت نخل میتونه فرزند، بچه‌ای هم به زندگیتون ورود بکنه، این رو هم میتونه معنی بده. و دیگه هر کسیش اتفاقات قشنگی که براتون رقم خواهد خورد، نخل اینو داره بهتون نشون میده، یه راه احساسی دلی براتون افتاده توی زندگی که اصلا فکرش، یا آقای و خانومی که شاید بعضن عینک هم میزنی، خط عینک دارم ببینم، حالا طبی، آفتابی و مطالعه، هرچی بعضن عینک هم میزنی، تو فکر محرمیت و فکر ازدواج هستی، یا فکر میکنی که ببینید دلی که بسته است، یا اصلا ازدواج که سر نمیگیره ازدواج میکنی، یا یه ازدواج تلخ، یه رابطه ناکام داشتی، به هر حال یه ازدواج برات افتاده، ازدواج که توی خونه رخ میده یا برای شمایی رخ میده که، یا یه رابطه قطع شده داشتی، یا ازدواجی که برات سر نمیگیره، یا راه دلی احساسی که برات دارم میبینم و ازدواج صحبت دارم میکنم، محرمیت، ازدواج، دوستی که شاید هم یه دوستی که منتهی به ازدواج خواهد شد انشاءالله. و دیگه یه چیزیتون گرو گذاشتین، چیتون گرو گذاشتین برای پولی، وثیقه گذاشتین، اینو نمیدونم، شاید هم پول نیست، یه مشکل، برای مشکل یه چیزی رو گرو گذاشتین، اون مشکل حل میشه و اون چیز، حالا سفته از چک، سنده، نمیدونم، هر چه که گذاشتین آزاد میشه،
آزاد میشه. مرتبط به مشکل، حالا مشکل مالی بوده، مشکل نمیدونم هر چیزش، یه دعوا افتاده ها، یه دعوا آقای یا خانمی که دهانش رو داره باز میکنه و داره داد داد میکنه، یه جر و بحث دعوا دارم براتون میبینم، به زودی یه جر و بحث دعوا در پیش داریم. حالا مرتبط با هر چیزش یه بحث بگو مگوی کنتا که دعوا یه چیزی هست، داری یه چیزی به یکی متوجهش میکنی، مرتبط به موضوع داد و بیداد میکنی، دعوا افتاده براتون، اما یه بحث رو بگو مگوی هم هستش و دیگه چیزی براتون نمیبینم. فقط یه ذره ذهنتون رو آروم بکنی، یا کلا آدم منفی هستی، یا همش فقط به منفی ها فکر میکنی، یا افکار تو خیلی پریشان احوال هستش، حتی ممکنه این تایم به جا بخوابونده تو، یا به واسطه فکر پریشانی که داری یا ذهن پریشانی داری یا منفی بافی هایی که یه بندری میکنی دائما استراحت میکنی، اینکار حسار حرکت نداری و این مانی حرکتتون میشه. شما آدم روشنی هستین، منفی باف نیستین، ذهنتون خیلی به هم ریخته است، ذهن بر درگیری دارین، ذهن به هم ریخته دارین، ولی روشنین، آدم مثبتی هستین، به زودی بلند میشین از اون حالت سستی، رخفت، پریشان احوالی، انشاءالله که بلند میشین. یه چشمم به دیواره زندگیتون دارم ببینم، یکی دورا دور نگرانتونه، حالا ممکنه الان هم باش در ارتباط باشین، تو زندگیتون باشه، بچه‌تون، همسرتون، شخص احساسیتون، خانوادتون، پدر، مادر، برادر، کسی دورا دور نگرانتونه و دورا دور حواسش به شما هست، یعنی نگرانه این وضعیت شما هستش که اینطور به هم ریخته هستی. خب این از 12 ماه سال تا 10 روز آیندم یه راه براتون اسفندیا باز میشه، تا 10 روز آینده یک راه براتون باز خواهد شد انشاءالله. و دیگه براتون دیگه اینم از 12 ماه سال، امیدوارم که از این فال جواب نیتاتون رو گرفته باشی. اگه جواب نیت نگرفتیم بریم برای نیت‌های آخرتون ببینیم چه تصاویری نقش بسته. بازم نیت کنید دوستان. بریم برای نیت کلی و نهاییتون. اگر درگی ببینین اینجا، اولا که شخصی رو دارم ببینم که مثل موچه موچه خار نمیدونم، حالا هرچی که انگاه درمیری میخوره، حالا یا پولایی که درمیری یکی دیگه داره میخوره، یا شما صحبت میکشی یکی دیگه نفعش رو داره میبره، یا شما تلاش میکنی یکی دیگه نفعش رو میبره، هر جاستش که وایس غمگینیتون دارم ببینم میشه، زحمت از شماست، سودش رو کسی دیگه میخوره، شما تلاش میکنی یکی دیگه استفادهش رو میبری، همچون چیزی که باعث آزارده خاطر شما شده، یه جای دریایی یا سفر دریایی یا یه جایی میرین که این حالا ساحل داره، دریا داره، همچون جایی براتون افتاده، حالا به یه سفر جایی که ساحل دریا و حالا همچون چیزی براتون دارم ببینم، شخص قدرتمندی که الان کنار زندگیتون، الان حضور پررنگش رو دارم ببینم، مثلا قشنگ سرش اومده بیرون، حالا آقایی که تاثیرگذار توی دل زندگیتون الان هم یا حاضر حضور داره هست و باش حالا کنار زندگیتون، به چه روشنی هم دارم ببینم، حتی چشم انتظار و حتی دیدار و ملاقات هم با ایشون هستی، مثلث شخص سومیه که توی زندگی شما الان حضور داره و هم چشم انتظار هر دیدار و ملاقات با این آدم هستین، شما خانم یا آقا، مستلق خانم یا آقاییه دیگه، خانمی که چشم انتظار دیدارش هستین، تو تنهایی خودتون عشق میریزین ولی لبخند رو براتون دارم بیرم، دوستانی که خیلی غمگین هستین و تنها هستین یا غمگین هستین، شادی براتون افتاده، آقا یا خانمی که نمیدونم داری کتاب میخونی، مطالعه داری میکنی، یه موفقیت تحصیلی یا مطالب و کار داری، دوره یا آموزش رو داری میبینی، برای یه موفقیت افتاده، یه راه دلی احساسی براتون دارم میبینم و یه پولی به دستتون میرسه، خیلی زیاد نیست ولی شما رو از توی مزقه مالی یا تنگنای مالی نجات میده، یه قلب شکسته براتون افتاده یا غمگینی یا دل شکسته یا تو زندگی که ثبات نداره داری زندگی میکنی، ولی انگشتری که شکسته میشه این زندگی دوامدار متاسفانه نخواهد بود یا خوشبختانه به خواست شما، حالا هر چه که نیت شما هستش، مهری که بالاخره به نفعتون خورده میشه و یه ببینید حالا چه مهری هستش که سودش برای شماست، نفعش برای شماست و یه تغییر اساسی توی زندگی شما ایجاد میکنه، حالا چه تاییدیه، چه مهریه، چه ازدواجه، سفره، خرید و فروش، معامله از قرارداد، ثبت سند، چی هست که اینقدر روی زندگی شما تأثیر گذاره
شاید یه ازدواج خیلی قشنگ، یه خرید و فروشی معاملی که ورق زندگی شما رو کلا میچرخونه، زندگی شما رو کلا تحت تاثیر قرار میده، نمیدونم یا وسیله ای میخرین، حالا هر چیزی که خیلی خوشحالتون میکنه، یه هفته موفقیت در رقم که این ورورتون مشکله، ولی شما به موفقیت میرسین. حالا مرتبط به هدفی که دارین دنبال میکنین، در راستایی که دارین میرین، مشکلات هم این ورورتون دارن میبینن، ولی شما برای رسیدن به هدفتون یا میگه تلاش بکنین یا دارین تلاش میکنین با وجود مشکلاتی که این ورورتون هست، ولی شما هفته موفقیتی که نصیبتون میشه. قلب غمگین خیلی دارم میبینم، و دوستانی که غمگین هستین، در شکست هستین، دوستانی که توی رابطه هستین، از زندگی مشترک یا دوستی، زندگی، رابطه، حالا یا حالا با هر کسی که قهر هستی یا کسی که دلتون رو شکونده، ببینید صورتش رو داره به سمتتون میاد، یعنی آشتی میکنه باهاتون. حالا هر کسی که غمگینتون کرده به سمتتون میاد و آشتی. کوزه روشنی که براتون افتاده، یه مال روشن، یه مال پول به دستتون میرسه. حالا ممکنه کوزه ای که دهانش رو تنگ دارم بینم با سختی بیاد، ولی بالاخره میرسه به دستتون. به زودی ازدواج براتون افتاده و آقایی که خانومی ذهنتو شدیداً درگیر کرده و الان هم بهت پشت کرده، دوباره ارتباطتون با هم دیگه شکل میگیره. دوستانی که توی اسم فامیلتون حرف لام، حرف دال، حرف ر، حرف ه دارین، یه خوشحالی براتون افتاده، یه شادی براتون افتاده و یه راه براتون افتاده، یه گشایش براتون افتاده، یا یه راهی که به تش به گشایشه، تش کلید داره، تش گشایشه، تش به یه توی راهی که حالا میتونه گشایش بشه، کلید بشه، ماشین بخرین، خونه بگیرین، معامله انجام بدین، قرارداد کاری باشه، امضای کاری باشه، به هر حال یه توی راهی که براتون گشایش دارم براتون، تو راهی قدم برمیدارین که براتون نتیجه داره بهتون میده. و دیگه به زودی هم با یک آشنایی آغاز میشه، نمیدونم احساسیه، قلب افتاده، یا دوستیه یا دوستی هست یا احساسیه دیگه، یا محرمیت و ازدواج رو داره براتون میده. و یه شاخه گندمی هم که دارم براتون ببینم، شخص دروغگوی قول و وعده پول، رزق و روزی بهتون داده، یا شخص قول و وعده وعده وعید بی ربط بهتون داده که از نظر مالی، کاری مالی براتون کاری رو انجام ده، داره بهتون دروغ میگه. دماغش رو نگاه کنید، مرتبط به رزق و روزی بهتون وعده وعیدی داده، این کارو براتون میکنم، این پولو بهتون میدم، بهتون پول میدم، براتون این کارو انجام میدم، مرتبط به رزق و روزی داره بهتون دروغ میگه. حواستون رو جمع بکنید لطفا. و دیگه چیزی نمیبینم دیگه. خب چی همش به عقب میفته یا تعویق میفته؟ با این آقای جوانم بهتون بگم و دیگه ببینید، یه موضوعی که دائما به تعویق میافتاده یا نمیدونم هر چی هستش که حالا کاری، احساسی، زندگی، تو رابطه، تو هر موضوعی که دائما هی عقب میافتاده، بالاخره وضعیتش مشخص میشه. ببینید بنش راه افتاده یا اینوری یا اونوری، بالاخره موضوعتو مشخص میشه، درست میشه یا تمام میشه، جور میشه یا تمام میشه. وضعیت این بلا تکلیفی، سردرگمی یا دائما به تعویق میفته مشخص میشه. یه آقای جوانی که شاید هیکل درشت یا درشت اندام یا همچین جسدی هم تقریبا داره، حالا یا اینجا داره خودش رو درشت نشون میده، نمیدونم، یا ورزشکاره یا اهل ورزشه، یه همچه هیکلی داره، آقای تقریبا جوان رو به میان سال دارم ببینم، خیلی براش با ارزشین، حتی اگه بهش یه وقت قهرم باتو میکنه، باز شما روی سرشون جا داری، دوستتون داره، غالبا دوستتون داره، حتی اگر با هم قهر بکنین، با هم دعوام بکنین، باز هم شما روی سرش جا دارین، ارزش دارین براش، با ارزشین، دوستتون داره، قهرم که بکنه بازم دوستتون داره. همین خانوم لبش خندان میبینم، همین آقا اخمم که میکنیم، پس هم دلاتون پیشه هم دیگه است. این هم از حال امروز، امیدوارم که جواب نیتاتون رو گرفته باشین. آرزوی بهترین ها برای شما نزنین، تا دیداری بر خدا نگهدار. لایک و کامنت یادتون نره، نه فقط فال ماه به ماه، تمام فال ها جذابیت خودشون داره، کافیه که این فال ها رو با دقت گوش بکنین، جواب نیتاتون رو بگیرین. با آرزوی بهترین ها، خدا نگهدار. فاکر یاد